لوموس سلام من خشایرم اینجا پادکست لوموسه سلام امیدم این پادکست ارائه از دمنتور و مرکز دنیای جادوگری سلام شادی هستم و این سومین سیزن پادکست لوموسه سلام منم میلادم و خوش اومدید به اپیزود 19 زندان کابان لوموس توی لوموس ما هر هفته کتاب های هری رو فصل به فصل بررسی میکنیم و در مورد مسائل مختلف مربوط بهش صحبت میکنیم فقط هم به اون فصلی که در موردش صحبت میکنیم نیم پردازیم کل کتاب رو مد نظر قرار میدیم پس اگه ادامه داستان رو نمیدونید و دوست ندارید براتون لو بره حواستون باشیم اسپانسر این قسمت لوموس فلایتیو هست فلایتیو یه شرکت گردشگری آنلاینه که به شما امکان خرید بلیط هواپیما و, و رزرو هتل به صورت آنلاین رو میده. فلایتیو توی 6 سال گذشته بزرگترین فروشنده پرواز خارجی بوده ولی علاوه بر فروش بلیت هواپیما تو بخشای دیگه سفر هم خدمات فعالی داره مثلا اینکه شما میتونید از طریق فلایتیو ویزای یه سری مقاصد مثل امارات رو بگیرید یا خدمات دیگه مثل ترانسفر فرودگاهی بیمه و امکان خرید بار اضافی پرواز رو میتونید از طریق فلایتیو دریافت کنید اگر خریدار پرواز مقاصد محبوب در فلایتیو باشید میتونید به راهنمای جامعه سفر به اون مقصد هم دسترسی داشته باشید در ضمن اگر تا پایان شهریور از فلایتیو پرواز خریداری کنید 3 درصد تخفیف نامحدود هتل هم دریافت میکنید با فلایتیو دنیات رو کشف کن flightio.com امروز میرسیم به فصل 19 هم از کتاب هری پاتر و زندانی آسکابان عنوان فصل هست The Servant of Lord Voldemort یا همون خادم لورد ولدمورت این از اون فصل طولانیه که واقعا باید به خانم رولینگ بگی بابا تو که این فصل قبلی رو هی صفحه کردی اینم دو تا فصلش میکردی دیگه هرچی دی هر چی میخونی تموم نمیشه بعد پر از اتفاق یعنی به قول خشایر مهمترین فصل کتاب یه جورایی البته آدم نمیتونه بفهمه این باز مهمترینه ای اون فصل فصلهای جلوتر ولی به نظر من این فصل قابلیت اینو داشت که تو دو تا فصلش به دو تا فصل تقسیم میشد آره مثلا اون بخش اسنیپش یه فصل میشد بخش پیترش یه بخش دیگه میشد آره دقیقه ولی در مورد اینکه میگی مثلا مهمترین فصل میتونه باشه به نظر من اگر مهمترین فصل کل کتابا نباشه یکی از ده فصل مهم کتاب کل مجموعه کتاباست یا حتی یکی از پنج فصل مهمه حالا مثلا میشه مهمترین فصل کل کتابا رو چه میدونم اینم یه بحثه میتونیم یه موقعی در مورد صحبت کنیم مثلا فصل دوباره جنگل یا فصل حکایت شاهزاده مثلا اونا شاید خیلی مهمتر باشه ولی این فصلم هم در همون حد مهمه واقعا اتفاقا خوب شد گفتی چون ما هفته قبل که در مورد این که این سیر داستان که صحبت کردیم من جا انداختم این بخش پیتر رو جا انداختم گفتیم اول میریم که بریم تو دل معما بعد حرفای لپین رو میشنویم بعد حرفای سیریوس رو میشنویم بعد راز هرماینی رو میفهمیم این وسط بین حرفای سیریوس و راز هرماینی حرفای پیتر هست که من اینو جا انداخته بودم هم. و خب اینم به قول تو میشد یه فصل جدا بشه که کلا جدا بشه و ولی خب اینم به هر حال مربوط به اون روند سیر داستانه دیگه که جذابش میکنه البته این طولانی ترین فصل کتاب نیست طولانی ترین فصل فصل پنجم بود دمنتور آها اونم هرچی حرف میزنیم تمام نمیشد راست میگه آره ولی خب اتفاقات این فصل خیلی زیاده دیگه به خاطر هم میگم مهمه یعنی شما در مورد هر پاراگراف این حرفه در مورد هر دیالوگش میشه کلی حرف زد دقت دارین دیگه داریم مثلا آمادتون میکنیم که منتظر این آره اپیزود دقیقا همین میخواستم بگم دقیقا همین رو میخواستم بگم که اینا رو داریم میگیم که بدونید که با اپیزود طولانی روبرو رو هستید البته احتمالا میدونید الان ما نمیدونیم که شما دارید فایل چند دقیقه میشنوید ولی شما میدونید من الان به شما حسودی میشه آره ولی اگه این توضیحات رو نمیدادی مدت اپیزود نصف میشد <تص> <applause> <applause> حرفات و خیابانی تو رو خدایی زن آره قبول دارم ولی به هر حال یه چیزی بود که گفتم اشاره کنم ولی حالا اینم آخر حرفا بگم که خود خانم رولینگ اومده در واقع اون فصلی که یه اتفاقایی میافتاده رو سه بخش کرده خودش کرده سه تا فصل حالا شادی میگه چرا نکرده چهار تا فصل دیگه آن رولینگ میخواسته تعداد فصل های کتاب سش کمتر باشه خب بعد این صحبت ها بریم توی دل ماجرا به قول شادی فصل پیش اینطوری تموم شد که یهو یه اسنیپ نامری رو از رو خودش برداشت اعلام حضور کرد همینم هم باعث شد همه برگاشون بریزه حالا این اصلا از کی اینجا بوده چقدر از حرفا رو شنیده مثلا اینکه توی فصل پیش لوپین گفت به نظر من که به جیمز حسودی میکرده رو شنیده چون هیچ واکنشی نشون نداد دیگه فقط اون آخرش واکنش نشون داد ولی با توجه به اون اتفاقی که افتاد یه صدای دری اومد نمیدونم یه اتفاق افتاد که مشخص شد یه نفر اونجاست اه این نشون میده که از خیلی قبل تر اونجا بوده درسته من ولی فکر کردم همون موقع که صدای در اومد و در تکون خورد آره اسنایپ وارد شد و وایساد یه گوش کرد بعد شنل رو انداخت خب اون قبل از چیز بوده دیگه نبوده مگه مگه اون قبل از این صحبت های لوپین نبود کدوم حرف لوپین حرف لوپین در مورد اسنیپ همین تیکه که گفت به نظر من که به جیمز حسودی میکرد آره آره اون زمان رو بوده تو اتاق شنیده حرفا رو کامه این حرفا رو شنیده چیزایی که نشنیده در مورد نقشه است حرفای نقشه رو نشنیده آره حفای رو در رابطه با اسکابرزو یعنی پیتر هم نشینید یه بخشش رو که لوپین بخواره آره, همه چیز رو نشنیدی. آره همون مبحث نقشه است دیگه یعنی ببین الان حتی بعد از اینکه اسنیپ میادش هم ولی چیزی در مورد نقشه نمیفهمه متوجه نمیشه که اصلا لوپین چجوری اومده اینجا آره میدونه لوپین چجوری اومده خودش تو نقشه دیده ولی متوجه دلیل اومدن لوپین نمیشه چون موقعی که اسنیپ تو نقشه نگاه کرده اینا رسیده بودن به همین شیون آوارگان و دیگه تو نقشه نشونش نمیداده که مثلا اسنیپ هم تو نقشه ببینه که بلک هری هرماینی ران و پیتر پتیگورو مثلا توی شیون آوارگان هستن یا روی نقشه هستن <applause> اسنیپ فقط اسم لوپینو رو دیده روی نقشه که وارد بیده کتک زن شده خب اینکه به اون حرف عکس نشون نده واقعا بر من جالبه دیگه چه عکس عملی میخوای نشون بده انواع اقسام عکس عملا نسبت به سیریوس و لوپین تو اداره تو این فصل نشون میده دیگه غیر از اونم دیگه تو حساب کن وقتی که داره خودشو نمایان میکنه دیگه زمانی نمیمونه که بخواد راجع به دونه دونه حرفایی که اونجا زده شده بخواد ریاکشن نشون بده و صحبت بکنه واکنش نشون بده دیگه سری میخواد ماجرا رو ببنده چون یک نفر در برابر پنج نفری که اونجا هستن حالا اگه اسکی حساب کنیم 6 نفر آره حالا الان در مورد صحبت میکنیم اسنیپ تعریف میکنه که چی شده اومده اینجا میگه لوپین یادش رفته بوده امشب ماجونش رو بخوره که این واقعا نشونه بدیه این بده و بعد اسنیپ رفته دفتر لوپین که مجونش رو بهش بده دیده لوپین نیست یه نقشم رو میز بازه لوپین جان عزیزم فرد و جورج به هری گفتن که یادت نره وقتی کار تموم شد بگی شیطنت تموم شد ببندیش بله بله یادت نره بعد تو که سازندشی نمیدونی اینو البته اینو این نشان دهنده از اینه که چقدر اونجا عجله داشته لوپین دیگه یعنی دیده و دستفشان فقط دویده هیچ وقت فکر نمیکرده یک درصد کسی تو همون زمان بخواد بیاد تو دفترش رو نقشه رو ببینه آره اصلا دیگه. فکر نمیکرده به این قضیه احتمالا بر حال اسنیپ لوپین رو دنبال میکنه میاد تو تونل اونجا شنل هری رو میبینه خیلی جالبه ببین انا دو تا از رازهای هری واسه اسنیپ فاش شد قشنگ اسنیپ تو کف این دوتا یه جورایی بوده دیگه حالا اینو میتونی رازهای هری بنامی میتونی رازهای جیمز بنامی که کاش نمیشد نمیدونم اسنیپ شنلر میپوشه میاد اونجا گوش وای میسته بعد حالا هم که شنل رو برداشته به قول شادی یه نفره در برابر چند نفر شروع میکنه شلوغ بازی هرچی هم لوپین بهش میگه سوروس جان داداش داری اشتباه میزنی گوش کن چی داریم میگیم ولی بیخیال نمیشه آخه اگه بخوایم قضیه رو از طرف اسنیپ نگاه کنیم یه جورایی هم حق داره که حرفشونو باور نکنه مزدور نه یه دقیقه وایستا یه دقیقه ببین هم دلایلش کامله همین که اینا چند سال کلی بلا سرش آوردن این دیگه بعد از اون پیشینه که ازش داره از اینا داره اصلا حرفشون رو خب قبول نمیکنه دیگه بخصوص که توی موقعیتی الان قرار گرفته که آخرین تیکه پازلش هم پیدا کرده یعنی مثلا از اول سال داره به دامبلدور میگه که فلان و بهمان بعد اصلا دامبلدور به حرفش گوش نمیکنه یا قبول نداره حرفش دیگه این حالا میخواد حرفش رو ثابت کنه اومده این دوتا رو با هم دیده دیگه اینجا جاییه که واقعا میخواد حرفش رو به دامبلدور ثابت کنه من بهش حق میدم که قبول نکنه حالا البته یه حرفی که زدید در مورد اینکه حق داشته جفنگ سنگینی بود <تصفح> 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 ای از طرف خودم البته عرض میکنم و الان دلایلم هم من میگم یکی یه, یه شوخی توی دوران نوجوانی حالا با یکی کرده یک، یکی نه چند تا شوخی این چه حقی برای طرف درست میکنه طرفو که طرف و بدون اینکه یه محاکمه عادلانه ای بشه حرفشو بشنوه تا پای مرگ ببرش که اصلا نه بریم من الان ببرم دمنتور ببوسطتت. نه کدوم آدم سالمی همچین حرف که... یه حق داشت دیگه نه حق, که حق داشت حرفاشون رو گفتی الان نشنبه. فقط در صورتی که حرفاشون رو نشنوه میتونه راحت با خیالی راحت اینا رو بسپره دست دمنتورا خب آره, برای اون, اصلا... برای اون برای اینکه اصلا پیش اینه که اصلا برای من مهم نیست اینا گناهکارن یا بیگناهن اون فقط یه کینه و نفرتی تمام رو گرفته الان یه فرصتی دیده برای عقده‌گشایی تنها چیزی که اسنپ اینجا نداره حقه این یه نکته نکته دوم در جواب دوستان عزیزی که با آهنگای ملودرام از عشق اسنیپ صحبت میکنم و اینکه به هرحال اسنیپ در تمام مدت میخواسته از جون هری محافظت کنه تو همینجا گفته اگه میکشته تقت بود اینو به هری پاتر میگن خیلی واقعا خیلی جلو میره این حالا وایسا نه عزیزم من اینا موضوع مرتبطه من دارم از شخصیت اسنیپ حرف میزنم میدونم تایم لاین نداشته باش من دارم از شخصیت اسنیپ حرف میزنم که این اصلا هری پاتر و لوپین و بلک و گناهکار و بیگناه و هرماینی بخواد حرف عاقلانه ای بزنه هیچی براش مهم نیست این یه عقده تمام وجودش رو گرفته میخواد نتیجهش بشه کشته شدن هری کشته شدن بلک فقط میخواد که اون عقده برطرف بشه هیچ چیز دیگه براش مهم نیست بعد به این عقده تو این هم اضافه بکن که چقدر از اول سال گیر یه دونه بهونه بوده که مطمئن بشه که لوپین داره کمک میکنه به بلک خب یعنی دیگه, دیگه واقعا همه چیز دست به دست هم داده ببین تو نکته های که امید گفت نکته اولش جواب دو تا سوال تو داد اینکه که خب. اونجایی که اسنیپ شنیده سیریوس داره میگه به نظرم به جیمز حسودی میکرد و غیر اوزالک چرا همون موقع نپریده جلو <applause> لوپین آره گفت داره. آره لوپین گفت سب کرده ببین تو همین نکته اولی که امید گفت جواب این سوال هم هست این قشنگ سب میکنه که همه چیز باسه انتقام گرفتنش مهیا بشه و یه ورود پیروزمندانه به صحنه داشته باشه اصلا بعد شما الان خودت خشیر جان تقریبا همسن و سال سیورس اسنیپ هستی درسته؟ <applause> خدا حفظت کنه آیا الان بخوای یه نفر انتقام بگیری حرفاشو نمیشنوی؟ آقا منو با اسنپ چرا مقایسه میکنی؟ چرا آقا آدمی دیگه جفتتون انسانین انسان, انسان نیستین؟ خب ببین من که نمیگم این تعصب نداره. مثلا آقا من الان من الان با یه نفر مشکل دارم باهاش روبرو میشم. تو حالتی هم باهاش رو میشم که میتونم بزنم جد داوادشو بیارم جلو چشش. یارو به من بگه یه دقیقه وایسا من حرفمو بهت بزنم. باید بزنم یارو شتک کنم بگم خفشه و و پدرسگ بیناموس بزنم یارو نصف کنم. دقیقاً رفتاری که داره اسنیپ میکنه همینه میگه خفه بابا با من از اول سال دارم به دامبلدور میگم تو به بلک داری کمک میکنی وارد قله بشه بعدم تنها پیچش میکنه خب ببین من که نمیگم این اصلا تعصب نداره که حالا در ادامه حرفان میگم در ادامه حرفان میگم همچین چیزی رو که این داره واقعا یه جایی داره واقعا یه طرفه به قاضی میره من صرفا حرف من چیه حرف من اینه که شما خودتو بذار جای اسنیب اسنیب یه سری خب من الان گذاشتم سری... خودم. یه تیکه های پازلی داره خب که این تا الان نتونسته حرفش رو ثابت کنه به مثلا دامبلدور الان یه چیزی دیده که حرفی که یک ساله داره میزنه این الان دیگه عدلش کامله یعنی اینکه این حتی به صورت منطقی هم تو ذهنش فکر کنه به صورت منطقی هم فکر کنه چیزایی که دیده رو بذاره کنار هم بذاره کنار هم چیزایی که خودش دیده ها نه چیز جدید اطلاعات جدیدی که بهش میدن نه بذاره کنار هم دلایلش کامله خب دیگه به صورت منطقی نیست دیگه اسمش دیگه خب باشه نسی. الان این اینجا اسنیپ میخواد حرفش رو به دامبلور ثابت کنه یا میخواد انتقام بگیره جفتش نه نه, نه الان و... چه بوسه دیوان ساز زدن به سیریوس بلک کجای حرف کجاش شو... چیشو ثابت میکنه به دامبلور خب اون دیگه اسنیپ دیگه اسنیپ الان پر از هرسه اصلا دامبلور از ذهنش پاک کرده خودش میدونه دامبلدور دهنش رو سرویس میکنه اگه همچین کار اتفاقی میافتاد الان اصلا به دامبلدور فکر نمیکنه خودش حتی اینجا میگه که چقدر دوست داشتم من اون کسی باشم که دستگیرت میکنم یعنی تمام اینا داره نشون میده که خودش میخواد به قله اون اصطلاحی که امید به کاربرد عقده گشایی بکنه واقعا آره اصلا دیالوگی که اینجا خود اسناپ س... سیریوس میگه میگه ها is ریونج میگه چقدر آره. انتقام گرفتن شیرینه یعنی یارو اصلا کاری به ثابت کردن ادله و شواهدش نداره یا دنبال انتقام گرفتنشه و میگه دیگه میگه چقدر دلم گفت شادی الان دیگه چقدر دلم میخواست خودم پیدا کنم بدم بعد سیریوس بهش میگه اگه قبول کن اگه این پسر با خودش موششو بیاره به قلعه من بدون هیچ چیزی با آره، میام به قلعه میگه قلعه سی... میریم آره سیریوس رو ببین اینجا چقدر تازه سیریوس آدم کل شق دیوونه نگاه کن چقدر منطقی داره رفتار میکنه آره خب سیریوس میگه اگه این باشی آقا اوکی میخوای منو تحویل بدی به بق... اوکی من باید میام به قلعه ولی اگه این پسرم موششو بیاره من باید هر جا تو بگی میام ولی این میگه نه قلعه نمیریم ما ما الان میریم بدیم دهن تو رو سرویس کنه بعدش هم این که علاوه بر اینکه میخواد اینو همینجا کارش رو یک سره کنه کار لوپین هم میخواد یک سره کنه حالا من نمیدونم تو کتابای شما اومده یا نه ولی توی حذفیات ترجمه یه دیالوگ از اسنپینه که من خودم این گرگینه رو با خودم میکشونم میارم چون میدونم دمنتورای دمنتور های بوسه میخوان به این بزنن این اتفاقا اینجا آماده است کلا که اون مسئله ای اینا رازه اینا حتی فاش هم نشه اینا در جا بمیرن این انتقامشو گرفته باشه بعد من تو رو همین الان در جواب سوالت ارجا میدم به رفتار هرماینی تو اینجا ببین شعور سیوروس اسنیپ انداز البته الان فردا حمله نکنین به من هواخواهای اسنیپ ولی منطقتونو رو بذارین جلوتون شعور س... سیوروس اسنیپ الان در اندازه هرماینی گرنجر هم نیستش هرماینی نگاه کن تو جمله چی بهش میگه میگه چه ایرادی داره بذاریم حرفشونو بزنن حرفشونو بشنویم آره تو نقل قولم هست و اون چه جوابی میده آره رفتار اسنیپ و نگاه با هرماینی یعنی اصلا کلا منطق رو کنار گذاشته میخوام دنبال این چیزه بگردم اینی که گفتی حذف شده گرگینه رو میکشمش منم نیده بودم این جمله رو الان اولین بار بود میشنیدن. خب پس این این تو کتابای ما هم حذف شده می زدم تو کتابای شما هم نباشه چون وسط بود خیلی جالبه حالا یه جمله به این تقریبا مهمی رو حذف کرده که داره تحقیرم نشون میده که این گرگینه رو من میکشم یعنی واقعا عین افسار یک دونه حیوان رو به دست گرفتن داره برخورد میکنه که تحقیر رو داره عنوان میکنه جدا آره. از این یه جا اشاره میکنه که امشب دو نفر به آسکابان فرستاده میشن باز هم میخواد به لوپین یه جوری اشاره آره. بکنه و تحقیرش بکنه خب ببینید من یه مشکلی که با حرفاتون دارم چیه من که نمیگم اسنیپ آدم درستیه و من نمیگم که مثل اسنیپ رفتار کنیم درسته و از این حرفا حرف من اینه که با ذهنیت اون آدم وقتی ببینی من دارم میگم با منطق اون آدم داره کار درستی انجام میده من, من نمیگم منطقش درسته من دارم میگم با منطق اون آدم داره کار درستی انجام میده خب با این حرف خطرناکی که میزنی هر گناه و جنایتی رو میشه توجیه کرد با منطق یه قاتل میشه یکی کشت آره دیکتاتور هم با منطق خودشون دیکتاتوری میکنن قاتل با منطق خودشون به قتل میرسونن چه میدونم متجاوزا با منطق خودشون تجاوز میکنن صد در صد به همه اقسام آدم ها. خب ببین خش حرف نقض تو اینه که اگه کسی خارج از فکر خودش عملی بکنه کلا یه آدم هوشیار و آگاه نیست یعنی کلا از نظر یعنی اصلا یه بیماریه شاید روحی روانی باشه کسی که آگاهانه کاری رو نکنه قطعا هر کسی که کار درست کار اشتباه کار خیر کار گناه انجام میده با منطق خودش تونسته جورش کنه هم دامبلدور همه کارش رو با منطق و فکر خودش هماهنگ و جور کرده هم اسنیپ هم ولدمورت همه اینا فکر کردن و نتیجه فکرشون شده عملشون اسنیپ هم خارج از این مورد نیست ما در مورد گریندلوالد تو همین سیزن صحبت کردیم و گفتیم که اون چیزی که گریندل وال دنبالشه دنبالش چیز بدی نیست واقعا چیز خوبیه ولی آیا منطقی که داره ازش برای برسیدن رسیدن به اهدافش استفاده میکنه منطق سالمیه نه اشتباه خاموش شد دیگه خب دیگه حرف منم همینه من در من میگم منطقش اینه طبق منطقش داره کار درستی انجام میده طبق منطقش بعد میام منطقش رو نقد میکنم بعد میام منطقش رو نقد میکنم میگم اینجا داره اشتباه میکنه این استدلالش اشتباه اونش اشتباه اونش اشتباهه این روش رفتاریه اسمش منطق نیست منطق اینه که حرف طرف رو بشنوه حالا شاید به اسبه استدلال و استنتاج اشتباهی برسه بر اساس ذهنیت و رفتار و شخصیتش این میشه ولی منطق این کاری که این داره میکنه صرفا یه سوء استفاده و عقده نه منطق اینکه الان بابا همه دارن کنار میگن آقا بذار یه دقیقه حرف بزنی بذار یه دقیقه حرف بزنه بابا میگه خفه شو با اون مثل حیوان برخورد میکنه اصلا قولی که به دامبلدور داده رو گذاشته کنار رو کاملا نادیده گرفته کاملا مشخصه شه. به اینا منطق نمیگن اصلا اسم این منطق نیست یعنی تو نمیتونی نمی به روش رفتار اسم منطق بذاری خشم جلو چششو گرفته واقعا خب اوکی میپذیرم ببین تو همین جایی که داری در دا صحبت میکن. روش رفتار لوپین رو ببین با اسنیپ میگه لوپین به نرمی گفت عجب دیوونه ای هستی یا آخه این انصافه که برای کینه ای که از دوران مدرسه به دل گرفتی یه آدم بیگناه رو به آسکابان آره بسنیب. هری هم بهش میگه حالا هری اینجا من خود لوپین رو دارم میگم حالا هری که بعدا جلوتر میگه خود لوپین رو ببین چه آروم داره باش برخورد میکنه آره ولی حالا در ادامه حرفت میلاد ببین این نسبت به همه اونا عقده داره و حالا به هر دلیلی دیگه الان اینجا هرمانی واقعا هیچ کار است دیگه بله دقیقا این اون داره الان حرف منطقی میزنه ببین چجوری برخورد بله. میکنه اون که پیش رفته به بچگی اینو حال اینو دامبلدور این حرفا که نداره که بعد اصلا چیزی نمیگه که هرمانی میگه آقا چه ایرادی داره ما یه کلمه ببینیم این چی میخواد بگه خب ببین یه چیز دیگه هم که هست اینه که حالا ما من الان گفتم من دارم صرفا تحلیل میکنم نمیخوام که مثلا از کسی دفاع نمیکنم اینجا خب من اینو اشاره کنم که الان من اینجا وکیل مدافع اسنیپ نیستم یا مثلا چی که حالا اینجا بعضی موقع بچه ها میگن مثلا میگن تو نمیدن موضوعی یا تو داری طرف اسنیپو میگی من طرف اسنیپو اسنیپ دارم تحلیل میکنم میگم این طرف اینجوری فکر میکنه خب الان ببین این یه پیشینه ذهنی داره نسبت به لوپین و سیریوس به خصوص سیریوس یعنی سیریوس حتی عذرخواهی نمیکنن نسبت به رفتاری که نسبت به اسنیپ انجام دادن شاید مثلا با هری که دارن صحبت میکنن بگن ولی هیچ وقت چیز نمیکنن نسبت به اسنیپ همون جبهشون هنوز یه ذره دارن حالا نه به شدتی که اسنیپ داره ولی الان وقتی که سیریوس و اسنیپ دارن با هم صحبت میکنن کتاب نوشته که خیلی سخته که متوجه بشی کدومشون بیشتر متنفره <applause> آخه هری و فراموش نکن ببین هری چه ذهنیتی داره ذهنیت هریک بدتره میگه این پدر مادر منو کشته ولی این بچه 13 ساله آخر به نتیجه درست تونست برسه 100 درصد آره خب ببین خود اسنیپ هم نگاه کن اسنیپ یه پیش زمینه فکری از اینا داره بعد خب سیریوس رو توی مرگ لیلی مقصر میبینه قافل از اینکه خودش بیشتر مقصر خودش رفت لو داد تو خود اگه تو گن نمیزدی اصلا سیریوس اصلا ما فرض کنیم که اصلا سیریوس رفته لو داده رازدار اینا بوده و لو داده اصلا مرگ خاره ولی خب تو اگه پیشگویی رو نمیگفتی که لیلی نمیمرد که اصلا سیریوس اون وسط چیکاره بود ولی به هر حال این الان غیر از اون پیش زمینه فکری که داره سیریوس رو باعث مرگ لیلی هم میبینه من رو قبول ندارم اینم قبول که حرف خود آخه حرفش دلیلش خودت آوردید خودت حرف خودت رو رد کردی ببین فرض کن من یه محیطی رو مسموم کردم که یکی که یکی که منتظرشم پاشو بذاره اونجا بمیره بعد اون حالا دیرتر اون میاد نمی یکی نمی دیگه پذیره. اونو میرسونه نه, نه من که قبول دارم که من دارم خودم خود شرایط مرگ رو به وجود آورده خب نه خب من میگم بر اساس این حتی بعید میدونم اسنپ با این همه تفکرات عجیب غریب همچین کینه ای از سیریوس داشته باشه چون خودش اصلا این زمینه رو به وجود آورده مونده به همجور که خودت هم گفتی خب یعنی فکر میکنی اسنیپ کاملا به این واقفه که خودش نقش بسیار بزرگی داشته و سیروس رو مقصر نمیونه توی بحث مرگلیلی من هر چقدر این صفات رو به اسنیپ بدم متوهم نمیدونمش در این اندازه که این اتفاق فراموش کرده باشه ببین خشه جان اسنیپ تنها کسی رو که مقصر م... خودش ها پیش خودش این هم نظر هره. منه اسنیپ تنها کسی رو که مقصر مرگ لیلی میدونه خود شخص وال بودن و تمام کارهای خوبی که ما میدونیم اسنیپ انجام میده تنها دلیلش اینه که فقط شخص ول رو مقصر مرگ لیلی میدونه من کاری با این ندارم که حالا الان تو مثالی که اون امید که کاملا درست بود شرایط مرگ و خودش ایجاد کرده بوده ولی احتمالا بینشون یه چیزایی بین چون ما میدونیم که ولدمورت نمیخواست لیدیو بکشه ما تو همین اه. کتاب میفهمیم که ولدمورت نمیخواست لیدیو بکشه منتها با مقاومت لیلی روبرو میشه و اونم که دیگه مر... کشتن آدما واسش مثل اسمارتیز خوردن بوده میگه خب دیگه بابا اصلا چون تو اسنیپ با هم دیگه جفتش میزنه میکشه لیلیو آره میزنه میکشه بکشه لیریو که بعد حالا اون اتفاقات میفته به خاطر اسنیپ نمیخواسته بکشتش دیگه به خاطر درخواستی که اسنیپ ازش حالا احتمال زیاد نمیتونیم قاطعانه اینو بگیم ولی احتمال خیلی خیلی زیاد بله حرفی که تو داری میزنی و منم قبول دارم ولی قاطعانه چون سند و مدرکی نداریم دیگه که ما طبق متن کتاب سندی نداریم که بگیم ولی پیش بینی دقیق... که اول اسنیپ رفته به ولدمورت گفته بعد دیده زیاد. اون چه نمیکنه اومده پیش دامبلدور خواهش بله. کرد. نه نه اون... اون حالا اونا اونجا با هم دیگه صحبت کردن حالا احتمالا ولدمورت گفته که باشه به خاطر تو مثلا من لیلیو رو نمیکشم که نمیخواست بکشم میدونی دیگه نمیخواست بکشه دیگه بعد اونجوری میشه با اینکه میدونه الان تام این کاری کرده میدونه ولدمورت این کاری کرده الان اونو مقصر مرگش میدونه اگه بی بیایم بگیم که الان داره سیریوس رو هم مقصر مرگ میدونه پس این دشمنیش با جیمز چی میشه این وسط اونم ها. اگه خب آره دیگه پس خب میگم دیگه خودت داری دلیل خودت رو نقض میکنی این اصلا بعد تو این جایی که الان اسنیپ وایس اصلا به تنها چیزی که فکر نمیکنه لیلیه آفرین من اینو میخواستم بگم مافره. ببین الان الان پر از نفرته و ما الان سه تا کتاب داریم در شخصیت پردازیه اسنیپ به این میرسیم که آقا این آدم آدم اقدعی هست و چرا به خاطر بولی شدن توسط همین افراد و الان با این افراد روبرو شده و خب مشخصا میخواد اون نقطهش رو روی اونو پیاده بکنه اصلا به هیچی فکر نمیکنه اصلا اصلا منطقی واسش کار نمیکنه تو داری راجع منطق رفتارش صحبت میکنی من میخوام بهت بگم اصلا ببین دکمه منطق خاموشه الان فقط احساس و خشم و نفرته که داره ظاهر میشه هیچی حتی گوشش بدهکار نیست اصلا بسته گوشش و چشاشو هیچی نمیخواد بشنوه ببین خشمی که شادی الان ازش حرف زد آیا این خشم رو هری حق داره داشته باشه یعنی ما باید بگیم خشم هری بیشتر یا خشم اسنی قطعا هری ولی خب، تو رفتار تو پایان این فصل رفتار هری رو ببین آره ببین چقدر آره. ب... اون چیزی که اون ببین آدم اون چیزی که درست هست رو باید بگه درسته دیگه آیا کاری که هری داره انجام میده درسته یا کاری که اینجا اسنیپ میخواد انجام بده درسته قطعا کاری که هری انجام میده خب ببین اصلا اصلا من یه چیزی بگم دیگه این بحث رو تموم کنیم ببین من کلا آدم ها رو من خودم برای خودم آدم ها رو وقتی هر رفتاری ازشون میبینم اول تو کاسه خودشون قضاوتشون میکنم بعد تو کاسه خودم من الان اینجا داشتم اول اسنیپ توی کاسه خودش قضاوتش میکردم ببینم منطقی که اسنیپ داره داره چیکار میکنه داره چطوری فکر میکنه و داره از نظر خودش در... کار درستی انجام میده یا کار اشتباهی انجام میده بعدا از وجدان میگیره براش یا نمیگیره بعد حالا میایم از تو کاسه خودمون حالا میگیم آقا به این دلیل به این دلیل اسنیپ داره کار اشتباهی میکنه این منطقی که برای خودش در نظر گرفته منطق اشتباهیه خب حرف من اینه من اصلا از اسنیپ دفاع نمی کنم و اصلا کارهای اسنیپ رو تایید نمیکنم بلکه اصلا من خودم شخصیتا بیشتر شبیه هری ام نمیخوام بگم درسته از اون نظر چیزش که مثلا همه رو اول مثبت میبینه و از اینم اتفاقا هری ضرر میبینه دیگه چون همه رو اول مثبت میبینه دیفالت رو میذاره که طرف آدم مثبتیه بعد مثلا یه سری کارها زدش که انجام میشه بعد افراد کمتری رو بد میبینه ولی مثلا اسنیپ اینطوری نیست برعکس حالا به من اینکه تو اینجا توی یه موزه تدافعی قرار گرفتی و چند بار مجبور شدی تاکید کنی که موزه دفاع از اسنیپ نیست ببین قضیه یا مشکل انتخاب واژگانه تو مثلا همین الفاظی که برای اسنیپ به کار بردی و توی م... اتفاقی که واقعا توی دنیای واقعی افتاده جلوی جمعی که قربانی های اون اتفاق هستن یا حتی به صورت غیر مستقیم با اون, با اون قضیه ارتباط داشتن مطرح کنی این پیشفرض برای همه قطعا به وجود میاد که تو داری دفاع میکنی اینکه تو مثلا خیلی واضح میگی که از طرف اسم نگاه کنیم حق هم داره حق حرفشون رو نشنوه این حرف سنگینیه اه. یا اینکه میگی با منطق اسنپ از نظر اون یعنی آ... یعنی اگه میخوای همچین موضعی به وجود نیاد به نظر آدم با توی انتخاب واژگانش دقت بیشتری بکنه چون که ما از هر طرفی وارد این جمله بشیم که حق هم داره حرفشون رو نشنوه یه چراغ قرمز و خطری رو روشن میکنه برای بقیه که این حرف عجیبه این حرف سنگینه آه. آره من حالا صرفا خواستم از زاویه دید شخصیت های مختلف یه داستانی رو نگاه کنیم دیگه به خاطر همین اینطوری مطرح کردم ولی حالا قبول میکنم که شاید انتخاب کلمات هم اشتباه بود حالا خشایار این که میگی در ظرف حالا در کاسه خود اون فرد هم بررسی بکنیم من الان از این زاویه دید بهش نگاه میکنم وظیفه اسنیپ با تمام نفرتی که اونجا داره این میدونم که وظیفه تو به عنوان استاد حفاظت از دانش آموز هست درسته وقتی توی همچون فضای سه تا دانش آموز هستن که الان یه دونه گرگینه و یه دونه زندانی فراری از از کبن باشون مواجه هست وظیفه اینه که از اونا محافظت بکنه دیگه چیکار میکنه آقا این دوتا رو به قول خودش تناب میندازه دست و پای لپی رو میبنده تناب میندازه دست و پای بلکم ببنده بچه ها رو ببره ازشون محافظت بکنه بعدا حالا هر کاری خواست بکنه بکنه تو ظرف اسنیپ هم به نظر من اینه باز هم نمیشه اصلا منطق ماجر منطق رو آورد است چون کلا داره رو احساس پیش میره <applause> آره حالا اگه حرفای کاملتر ما رو تو یوتیوب شنیدین و دوست دارین نظرتون رو بگین ما خوشحال میشیم نظرتون حتما برای ما بنویسید حالا تو این وضعیتی که الان هست هر لحظه امکانش هست که اسنیب یه کاری کنه که دیگه نشه درستش کرد که واقعا هم داره انجامش میده دیگه داره تناب میاره و اینا رو ورم داره میبره و یه وضعیت اسفناکی رو داره به وجود میاره که دیگه بچه ها دست به کار میشن میبینن که از دست لوپ اینو سیریوس چیزی بر نمیاد یه جورایی و دیگه خود بچه ها دست به کار میشن اما هرماینی با تردید یک قدم به سمت اسنیپ نزدیک شد و با صدای بسیار کم نفسی گفت پروفسور اسنیپ ضرری نداره که حرفاشون رو بشنویم ضرری داره اسنیپ با عصبانیت گفت: خانم گرینجر، همین الانم اخراج موقت از مدرسه در انتظارته. تو پاتر و ویزلی بیرون از محدوده مدرسه اومدین و پیشای قاتل محکوم یه گورگینه بودین. برای یک بار هم که شده جلوی زبونت رو بگیر. ولی اگه اگه اشتباهی شده باشه، اسنیپ که ناگهان مثل دیوانه ها شده بود فریاد زد ساکت باش دختره احمق از چیزی که نمیفهمی حرف نزن از انتهای چوب دستیش که هنوز آن را به سمت صورت بلک نشانه رفته بود چند جرقه بیرون پرید هرماینی ساکت شد اسنیپ با صدای آهسته خطاب به بلک گفت انتقام خیلی شیرینه چقدر دوست داشتم خودم کسی باشم که دستگیرت میکنه. بلک با عصبانیت گفت بازم خودت زایه میشی سوروس مادامی که این پسر موشش رو با خودش بیاره به قلعه با سرش به رون اشاره کرد من بدون مقاومت میام اسنیپ با لحن ملایه میگفت قلعه؟ فکر نکنم لازم باشه این همه راهو بریم کافیه به محض اینکه از پای درخت بید بیرون رفتیم دمنتورها رو خبر کنم از دیدنت خیلی خوشحال میشن بلک فکر کنم اونقدر خوشحال بشن که یک بوسه کوچولو نصارت کنن همان یک ذره رنگی که بر چهره بلک بود هم از صورتش محو شد خسخس کنان گفت باید باید به حرفام گوش کنی اون موشه به اون موشه نگاه کن ولی اسنیپ چنان برق دیوانواری در چشمهایش بود که هری پیش از آن هرگز ندیده بود به نظر می رسید که هیچ منطقی بر او کارگر نیست. اسنیپ گفت همتون دنبالم بیاین. بشکنی زد و سر تنابهایی که لوپین را بسته بود پرواز کردند و در دستهایش قرار گرفتند. گرگینه را خودم می کشم میارم. شاید دمنتورها یه بوسه هم نصار اون کنند. هری پیش از آن که بداند چه کار می کند با سه قدم بلند به آن سوی اتاق رفت و جلوی در ایستاد. اسنیپ با عصبانیت گفت از سر راه برو کنار پاتر همین الانش هم حسابی توی درد سر افتادی اگه من اینجا نبودم که جونت رو نجات بدم هری گفت پروفسور لوپین امسال نزدیک صد بار میتونست منو بکشه بارها پیشش تنها بودم چون برای دفاع در برابر بر دمنتورها به هم درس میداد اگه هم بلک بود پس چرا همون موقع کارمو تموم نکرد اسنیپ زیر لب گفت از من انتظار نداشته باش که سر در بیارم مغز یک گرگینه چطور کار میکنه از سر راه برو کنار پاتر هری فریاد زد خیلی رقتانگیزی فقط به خاطر اینکه توی مدرسه دستت انداختن حاضر نیستی گوش کنی ساکت اجازه نمیدم کسی اینطوری با من حرف بزنه اسنپ که بیش از هر زمانی کفری شده بود با صدای گوش خراش این را نرزد دقیقا به بابات رفتی پاتر همین چند دقیقه پیش جونت رو نجات دادم جای به زانو افتادن و تشکر کردنته واقعا که اگه میکشتت حقت بود در اون صورت مثل پدرت میمردی چون اونقدر مغروری که باورت نمیشه که شاید در مورد بلک اشتباه میکنی حالا با زبون خوش از سر راه برو کنار وگرنه مجبورت میکنم از سر راه برو کنار پاتر اول هرماینی میاد حرف بزنه که اسنیپ شروع کنه سرش داد زدن اینجا دقیقا برعکس اون چیزی که در مورد لوپین توی فیلم کنم اپیزود پیش بود گفتم اتفاق میفته لوپین ذهنشو باز گذاشت احتمال داد که واقعیت با چیزی که همیشه شنیده فرق داشته باشه ولی خب اسنپ اصلا همچین آدمی نیست یه چیز دیگه هم که در موردش قبلا صحبت کردیم این که لوپین میخواسته باور کنه که سیریوس بیگناهه ولی اسنیپ دقیقا برعکس میخواد باور کنه که سیریوس با گناهه گناهکاره آره میدونه و اون تنفر و اون تعصبی که داره واقعا جلو رو گرفته همطوری که توضیح دادیم تو صحبتامون اونو همجوری در واقع چیز گفتم چی میگم بداهه اومد همطوری باگونا <applause> و اینکه حالا اسنیپ میاد دست و پای لوپینو بلک رو میبنده بعدم به سیریوس میگه که دمنتورا خیلی از دیدنت خوشحال میشن یه بوسم هم نسارت میکنن اینم در حالی میگه که کتاب نوشته هری برق آمیزی تو چشمای اسنیپ دید سیریوس هم که رنگش پرید قشنگ حس کرد تموم شد دیگه ما باختیم واقعا یعنی واقعا این لحظه فکر کنم سیریوس حس کرد که هیچ راهی نداره دیگه هیچ کارش نمیشه کرد اگه هری دست به کار نمیشد فکر کنم که خیلی وضع خراب میشد هری هرمانی و رون آره دیگه حالا اینجا من واقعا مثلا سوال شده بود مثلا رون و هرماینی با هم دیگه آیا نگاهی چیزی رد و بدل کردن سر این قضیه یا مثلا واقعا ستاییشون در یک لحظه تصمیم گرفتن که اسنیپ رو خل اصلاح کنن چون حالا هری رو میگی هری اصلا کلا مطلق رو اسنیپ بود داشت میرفت بهش ق... به یه قدم نزدیکتر شد رفت جلو در وایستاد اصلا ولی اینجا خ... اینکه هر سه نفر با هم همزمانی همچین کاری رو کردن به نظرم خیلی عجیب بود خ... ب... من به نظرم خیلی خودجوش بوده به قول دوستان خیلی خودجوش بوده این حرکت اصلا همانگ شده نبوده دلیلش هم دقیقا سلسله رفتارهای اسنیپ اولش اونجوری با هرماینی صحبت میکنه بعد هری میاد جلو میگه آقا من نمیذارم اینا رو ببری من میخوام حرفاشونو بشنوم بعد توجیه و نگاه کن برگشته به هری میگه از من انتظار نداشته باش که از پیچیدگی های تفکرات یه گرگینه سر در بیارم بعد هری که بهش برمیگرده به میگه به خاطر اغده ها حاضر نیستی گوش بدی چی میگن ببین چی میگه بهش میگه خفه شو من اجازه نمیدم هیچ کسی با من اینطوری صحبت کنه دیگه انقدر این پرخاشگری به بچه ها رو بالا میبره که اینا اصلا به نظرم انان از کف میدن دیگه میگن باز بزنیم اینو پرت شتکش کنیم اون و ببینیم ماجرا چیه <متحد> پس تو تایید میکنی که اینا همشون هر تا همزمان خودشون به این نتیجه رسیدن که باید الان وقت اقدام کردن دیگه داشتی میبرده لوپینو که داشتی میکشیده ببره از اون طرف هم که چوب دستیش وسط پیشونی بلکه بلک دیگه هم. آره کاری نمیتونن بکنن آره تو کتابم نوشته که تا حالا به این عصبانیت ندیده بودن از این حجم از عصبانیت آره. و البته این جمله ای هم که من الان نقل کردم قبلش توی نقل قول با صدای شنیدید کاملا باید متوجه شده باشید که چقدر با چیزی که خانم اسلامی نوشته فرق میکنه خانم اسلامیه نوشتن از من انتظار نداشته باش پیچیدگی های ذهن یه گرگینه رو برای توضیح بدم در صورتی که توی متن اصلی اومده از من انتظار نداشته باش پیچیدگی های ذهن گر... از پیچیدگی های ذهن یه گرگینه سر در بیارم کاملا معانی متفاوتی میده دقیقا اینجا خود اسنیپ داره میگه من نمیدونم اون چجوری فکر میکنه در صورتی خانم اسلامیه داره میگه که از من انتظار نداشته باشه الان باید یاد بدم که یه گرگینه چجوری فکر میکنه واقعا جالبه این فصل از اون فصل که نکات جالبی داره که میذاریم آخر حالا یه جا بررسیشون و ضمن این که چقدر این بار حقارتش خب بیشتره بله اصلا موضوع بلدی که به نظر من موضوع بلدی که اسنیپ اینجاست رفتارش با لوپینه تا رفتارش با سیریس بلک اینکه مثل حیوان برخورد میکنه انواع اقسام توهین ها رو از اول فصل داره به لوپین میکنه یه گرگینه دست آموز پیچیدگی های ذهن گو... یعنی کاملا لوپین رو از زمره انسان ها جدا کرده و کاملا یک حیوان وحشی داره تصور میکنه ریموس لوپین رو آره دیگه مثلا همونجا که میگه من میکشونمش میبرم میگه من این گرگینه هر رو میکشونم میبرم آره دقیقا آفری. بعد تو حساب کن به قول تو تو تصور خودش چقدر بین این دو نفر داره فرق میذاره که دست و پای لوپین رو میبنده جای اینکه دست و پای بلک رو ببنده دقیقا این مگه باور نداری که این یه قاتل بلفتر است مگه باور نداره که بلک یه دقیقا. جانیه مگه تمام عقدههاش از بلک نیست چرا دست و پای لوپین رو میبنده ضمن که ترسم داره ازش دیگه به خاطر اینکه داروش هم برده واسش دیده نخورده الان بیشترم هم میترسه دیگه میدونه که درست زمانی هستش که بیشترین خطر احتمالا تهدید میکنه از سمت لوپین بله اینو در جریان این هستش که خطرناکه الان خب حالا اسنیپ رو میذاریم کنار میریم سر وقت پیتر پتیگرو خب باشه پیتر یه موشه همین اسکبرز هم هست ولی چطوریه که فقط سیریوس میدونه اینو یعنی رون بعد این همه سال نباید مثلا همچین چیزی رو متوجه میشد که این موش نیست مثلا یه انسانه اینجا اینجا سیریوس روزنامه رو عجیبش در میاره همون داستانی رو تعریف میکنه که چند فصل پیشم بهش اشاره کردیم اونجایی که فاج توی هاگزمیت داشت برای مگوناگل و هگرید و فلیتویک تعریف میکرد که رفته بود آسکابان بازدید روزنامه رو سیریوس ازش گرفته همونجا وقتی که سیریوس روزنامه رو میبینه موش رونو میشناسه چون به قول خودش چند هزار بار دیده بودتش بعد اینجا سیریوس روزنامه رو میده به لوپین لوپین هم عکس رو میبینه اونم پیتر رو میشناسه ظاهرا عکس روزنامه 4K بوده چون اینا موشه رو از اون فاصله دور شناختن بعد انگشتش هم دیدن مثلا سیریوس دیده انگشت هم نداره نمیدونم یا مثلا زوم زومم میشه کرد رو این چیزا عکس لایو عزیز من تو دنیا جادوگری اینا توی اون همه سال قبلش انتخاباتشون لایو استریم داشته توی تمام دنیا داشتن آره <تصفح> <دیدن تصفح> این دیگه ببین نکته مهمی بود <تصفح> 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 زیبا بود اینجا من دو تا نکته رو میخوام متذکر بشم یه نکته و یه سوال یکی اینکه نکته ترجمه است تو کتاب من نوشته که بلک دستشو داخل رداش برد و یه تیکه روزنامه مچاله شده از جیبش در برد در صورتی که تیکه کاغذ مچالش از نه روزنامه این نکته ترجمهش بود که خواستم بهتون بگم فکر میکنم توی نسخه جدید اصلاح شده و سوالی که دارم اینه که من اینجا واقعا یه چیزی ذهنمو درگیر کرد گفتم از شما بپرسم باشه اصلا فرض این قضیه که سیریوس عکس رو دیده خانواده ویزلی هم دیده ا... اسکبرز هم رو شونه رون دیده من یه سوالی دارم تو این دوازده سالی که سیریوس توی از بوده به غیر از حالا این دفعه ای که از فاجین روزنامه رو گرفته و مثلا اتفاقی اد همون شماره بوده که اینا رفته بودن مصر انداخته اخبار هری رو از کجا میگرفته اصلا از کجا میدونسته که هری با رون دوسته از کجا میدونسته که اینو تو یه گروه هم تو روزنامه مطالعه نوشته داشته بود. مطالعه داشته. نه تو, روز... تو روزنامه چی نوشته بوده الان بهت میگم فصل یک رو بله بیشتر یعنی واسه سوال اینه که تو این مدت چطوری از داستان زندگی هری با خبره که اصلا میدونه که این گروه گریفیندور افتاده من باید برم برج گریفیندور نمیدونم دوست صمیمیش رونه اینا رو چجوری میفهمه ببین متن روزنامه رو که ننوشته ولی احتمالا توی روزنامه به این موضوع اشاره شده دیگه درسته متن روزنامه هستش ولی کجا متن روزنامه من چرا یادم بودا والا نمیبینم. صفحه 17 کتاب منه والا کتاب شما آها متن روزنامه رو اصلا رون واسه هری فرستاده بود تو نامه ها و چیزایی که واسهش فرستاده اینها خانواده ویزلی قصد دارند یک ماه در مصر بمانند و قبل از آغاز سال تحصیلی جدید به هاگوارتس مراجعت کنند مهم. در حال حاضر پنج فرزند ویزلی در هاگوارتس تحصیل می کنند خب خود سیریوس هم بقیه سوالتو جواب داده دیگه سیریوس گفته زیر عکس نوشته بود که این پسر با هاگوارتس برمیگرده به جایی که هری هم هست یعنی خودش به این نتیجه رسیده بود هم. بعد شما اینم توجه داشته باش که سیریوس شب هالووین یعنی شب هالووین 1981 که میره هریو بگیره هگرید هر بهش میگه دامبلو گفته هریو رو باید ببرم پیشش یعنی سیریوس میدونه که هری تحت سرپر این پیشورزش اینه که هری تحت سرپرستی دامبلوره بچه‌ای که تحت سرپرستی دامبلوره چرا نباید توی هاگوارتس کنه و جدای از همه این حرفا فرضیه دیگه من جدا از که خود سیروس این الان گفته پس هری هم همونجاست اینه که حتما دیلی پرافت یه خبر رفته که پسر که زنده وارد هاگوارتز شد این روزنامه, آه. روزنامه, آه. روزنامه ای که انقدر به هری گیر میده اینو میپذیرم اینو میپذیرم قانع شدم راجع به این قضیه مونتا این که سوالم اینه که الان وقتی که توی اون حمله ای حالا اگه اسمشو بذاریم حمله توی اون پاتکی که سیریوس به برج گریفیندور میزنه برای گرفتن اسکابرز صاف میره سراغ ماجرا این, اطلاعاتی که داشته رو از کروکشنگز گرفته بوده یعنی یا مثلا از کجا میدونسته که حالا الان باید برم توی برج اینا و گفت که خوش کروکشنگ. کروکشنگ نه بعدم جلو رو در اتاقشون زده سال سوم دیگه اینو که تو کتاب تالار اسرار خوندیم دیگه هری میگه که همون در همون خو... آره خ... میگه همون خوابگاه پارسالشون به جای اینکه سال اول باشه نوشته شده بود سال دوم و همین اتفاقم هم به تب امسال افتاده دیم. پس میشه اینجوری بگیم که شاید سیریوس از ارتباط نزدیک و صمیمی رون با هری با خبر نبوده آره اینو میتونیم بگیم اگرم با خبر شده باشه دیگه اینو میتونیم بگیم که کروکشنکس بهش گفته بله ها متوجه شد البته خب رون رو گرفته برده و به هری میگه که میدونستم مثل باباتی و آره. میای دنبال دوستت خب دیده دیگه یک ساله داره میبینتشون یا دقیقا یا اینکه این مدتی که تو جنگل ممنوع میرفته میومده زندگی میکرده مثلا هری و رون رو با هم دیده بوده صد درصد دیدم آها اصلا یادت باشه اونجایی که داشتن از تمرین کویدیچ برمیگشتن با کروکشنکس بودن تو چیز میزا قایم شدن دیدشون اصلا دوتایی دارن با هم برمیگردن اونجا کتاب رو. فقط به کروکشنکس اشاره میکنه به سیریوس اشاره نمیکنه چرا اشاره کرد که احساس که هری احساس کرد که دوتا چش دیده دیگه نه اون کروکشنکس دیگه خب بعد کروکشنکس رو میبینن رون هم چهار تا فوش به کروکشنکس میده اونجا خب. کتاب اشاره میکنه که فقط کروکشنکس رو میبینن ولی شاید اونجا ف... سیریوس هم دیده اینا سیریوس رو باشن به هر حال این خود سیریوس میگه من یک ساله که تو جنگل ممنوع دارم زندگی میکنم دیگه درسته تشکر میکنم جواب سوالامو گرفتم حالا اینکه میگیم کروک شنگس نمیدونم بهش گفته فلان اینا, اینا اصلا یعنی چی مگه زبون همون میفهمن اصلا یه سگ و یه گربه <تص> زدی تو خال خشایار منم دقیقا اینجا نوشته بودم که یعنی مثلا کروک اینقدر باهوش بوده که حالا علاوه بر اینکه تونسته با سیریوس دیال لوگ برقرار بکنه اینقدر باهوش بوده که میدونست نویل اینقدر آدم خنگیه بچه خنگیه بعد نوشته این چیزا رو رمز عبورا رو بعد این کاغذر رو تشخیص داده رفته اون رو برداشته آورده داده به بلک دوستان دنیا جادوگریه ما اوایل کتاب رفتیم تو کوچه دیاگون این موشایی که اونجا بودن سر ذوق اومدن که بازدید کننده دارن خودشون و بعدش این جنگولک بازی میکردن <applause> باشه حرف <جدگریه> نمیزنه که <applause> بعد اینجا دیگه سیریوس داره میگه من با این گربه ارتباط برقرار کردم مورد آره دیگه دنیا جادوگریه آره ولی حالا فارق از این یه نکته جالب تری هم حسین بهش اشاره کرد که به نظر من خیلی قانع کننده بود برای این ارتباط کروکشنگس و سیریوس با هم دیگه اونم اینه که کروکشنگس نیم, نیم نیزله چی میگن هفت نیزله و نیزل رو اگر که بدونید یه موجود جادو دویه که یه کمی شبیه شیر و گربه است و نوشته که خیلی هوش بالایی داره و خیلی مستقله و بعضی وقتا پرخاشگره و یه, یه توانایی عجیب غریبی توی تشخیص آدم های مشکوک داره مشکوک و غیر اعتماد داره و این کروکشنگس گربه معمولی نیست یه گربه دورگه است پادکست خودمون نه no. گفته بودیم اینو همون اولی که کوروشانس اومد همه اینا رو گفت حالا در هر صورت این کلا این چیزی هم که گفتم منبعش از کتاب جانوران شگفت انگیزه که خب این کاملا این همه این چیزا رو توضیح میکنه من خودم اصلا سوال شده بود که آخه خب اوکی باشه این گربه باهوشی ولی دیگه تا چه حد باهوشه ولی واقعا تا این حد باهوشه البته گربه خیلی حروم زدن کلا <تص voix> آره اون <تص> که واقعا دنیای واقعی بونم یک کم دقت کنیم به ویدیوهایی که تو یوتیوب و اینا هست اینا هستن که یه چیزی از رو میز میخوان بندازن به طرف نگاه میکنه میگه ننداز بعد میندازه بعد دوست من یه گربه‌ای داره میگه که هر چی صداش میکنم کوچکترین كو... وقعی نمینه بعد فقط کافی صدای ظرف غذاش دستم بخوره به کابینت بودو بودو میاد یعنی میدونه که چه وقتایی باید تخمش نباشه چه وقتایی باید بیاد آره, آره دقیقاً ببین یه بند خدایی که حالا این گربه داشت بعد شبا لیوان آب که میذاشتش بغل تختش این گربه کره میرفت پنجولش رو میکردش تو آب اینجوری آب میپاشید رو صورتش که اینه بیدار کنه تا این حد کره یعنی من اصلا فیلم فرستاد واسه من گوشیشو گذاشته بوده فیلم گرفته بودش فیلم فرستاد واسه من اصلا دیدم پشمان واقعا ریخ اینجوری پنجولو میکردش تو لیوان آب در میاباد اینجوری اینجوری میکرد آب میپاشید هم موجودات رزل ولی دوست داشتنی هستن دایورت دایورت هم هستن یعنی اینکه فقط همون جوری که خودشون دوست دارن زندگی میکنن و از بقیه بردگی میکشن به خصوص از انسان ها بله خب اینجا هم حالا سیروس در مورد صحبت میکنه که یه سری ابهامات توی اپیزود 16 برامون پیش اومده بود و امید ارجاع داد به این قسمت از کتاب که سیریوس میگه این باهوش ترین گربه که تا حالا دیدم و وقتی منو دید فهمید که سگ نیستم ولی مدتی طول کشید تا بهم اعتماد کرد بالاخره من بهش فهموندم که دنبال چی هستم و اون به من کمک کرد و حالا همونجوری که شادی هم یکم قبلتر گفت اسم رمزا رو میاره بعد در مورد صحنه سازی مرگ پیتر اینجا کورکشنکس بهش گفته که میگه به خودش سیریوس میگه به من گفت پیتر ملافر خونی کرده به گمونم خودش خودشو گاز گرفته هرچی باشه قبلا هم با صحنه سازی مرگش جون سالم به در برده بود که اینم صحبت کردیم در موردش باز سر اپیزود مربوطش اینجا از اون پدر سوخته بازیایی که گربا در میارن نه نسخه آره. موشی شده در آورده البته موزیگری مال موشه دیگه کلا البته ببین موش حرومزاده هر گفتی هرومزاده تر از موش خودشه به خدا من دیدم ها اصلا ولش کن من فوبیا هم دارم در مورد موش صحبت نکن خیلی بیاد میاد به خوابت انتقام میگیره والا حالا اینکه گفتی بذار من یه چیزی یادم اومد الان یهو بداهه یادم اومد بذار مطرح کنم یه دوست عزیزی میگفتن که کارتون تاموجری رو به خاطر این درست کردن که مثلا موش نمادی از یهودیاس و کارتون تاموجری رو برای این درست کردن که تطهیر کنن یهودیا رو و بعد همون دوست عزیز این اعتقاد رو داشتن که داستان هری پاتر هم برای این نوشته شده که مثلا نمادهای فرماسونری رو از این حرفا میخوام ببینم الان اینجا که موشها رو تقبیح میکنه خانم رولینگ به صورت نمادین نظر ایشون رو خیلی دوست دارم بدونم نظر ایشون که یه ورم یعنی بیاد بره تو باسنم ولی این <applause> نظری که ایشون داشتن کاملا توهین عقیدتیه یعنی یعنی چی شما یه جامعه ای از یه آینی رو به موش تشبیه کنی اصلا خیلی واقعا تو این آمیزه یه همچین تفکری یا من اصلا کاری ندارم درسته که یه مجنون حالی تو کشور تیریبون داره و در مورد این چیزا تا دلش بخواد صحبت میکنه و توهین میکنه ولی این دلیل نمیشه که ما هم به خودمون این اجازه رو بدیم به همون اندازه مجنون الحال باشیم و به انواع و اقسام آدما توهین کنیم که دیوونه که از همه طرف هست از اون که توی اون برنامه آمریکایی جان استوارت حالا به قول خودش به شوخی یعنی بعدش که گندش در اومد گفت به شوخی گفتش که داستان هری پاتر ضد یهوده و نمادای ضد یهود داره مثل همون کارکنان بانک گرین مثلا شبیه اون چهره کلاسیک از یهودیا به تصویر کشیده شدن میخوام بگم که یعنی خلوچل همه جا هست ولی فکر کنم اینور بیشتر توی تریبون داشته باشه و تازه جالب اینه که همشون ادعا میکنن که وارنر یه کمپانی یهودیه یه چرا مثلا این همه یه کمپانی یهودی یه باید باسی چی این همه سرمایه گذاری روی چیز ضد یهود بکنه والا سه حرفا من نمیفهم که یعنی یه سری دور هم جمع شدن اف بی آی یه موج میزنه بعد حالا تازه یه چیزم حالا تقریبا شاید به این بحث مربوط باشه ما تو این فصل من کتاب انگلیسی هم چک کردم اینجا وقتی که لوپین موشه رو میبینه میگه او oh مای گاد خب قابل توجه اونایی که میگن تو کتاب هری اسم خدا وجود نداره حالا اینجا میگه اومایگاد oh البته من یاد این افتادم که خانم رولینگ هم اومایگاد oh رو زیاد استفاده میکنه به خصوص تو اون پریمیر فیلم آخر وقتی که همه داشتن تشویق میکردن و بعد اول همه صحبت کردن کلی در مورد رولینگ صحبت کردن و کلی ازش تشکر کردن و از این حرفا بعد خیلی احساساتی شده بود اومده بود میگفت اومایگاد oh اینجا وقتی که لوپین چیزو میبینه عکس در واقع اسکابرز میبینه میگه او oh مای بعد از کچپا یا همون کروکشنگس هری همچنان قانع نمیشه از حرفایی که سیریوس زده و همچنان معتقده که رازدار خونه سیریوس بوده خب حق هم داره هنوز کسی چیزی بهش توضیح نداده در مورد اون بحث رازداری و غیره بعد آخه خود سیریوس هم اون اول توی فصل 17 میگه که من انکار نمی کنم که آره یه جورایی ضمنی اعتراف میکنه درسته آره. بله به صورت کاملا ضمنی اعتراف میکنه که من من قاتلشونم من اونا رو به کشتن دادم دیگه قش اینو میگه دیگه بله ولی خب بعدش این اون چیزیه که در موردش صحبت کردیم دیگه بارها توی این سیزن در مورد ای صحبت کردیم اون احساس گناهه اون شکنجه روحی که سیریوس تمام این سالها به خودش تحمیل میکرده و اینجا که سیریوس موردش توضیح میده میگه دیگه به قولی لب به سخن باز میکنه و اون کلید اصلی معما رو رو میکنه که میگه من پیشنهاد کردم که پیتر رو به جای من رازدار خودشون بکنه خودم میدونم که مقصرم شبی که اونو کشته شدن من داشتم میرفتم به پیتر سر بزنم که ببینم اوکی هست یا نه اما وقتی به مخفیگاهش رسیدم دیدم هیچکس اونجا نیست ولی هیچ اثری از زد و خورد و خشونت در اونجا ندیدم دلم شور زد ترسیده بودم یه راست رفتم به خونه پدر و مادرت وقتی دیدم خونهشون خراب شده و اونو کشته شدن فهمیدم که پیتر چه کار کرده و چه اشتباهی کردم که دیگه اینجا بغزش میترکه و تقریبا اینجا حقیقت رو میشه با لاعقل برای لوپین رو میشه و لوپین به قطعیت میرسه به هر حال فکر, فکر کن دیگه گفتم یه بار فکر کن دوازده سال یازده سال توی یه اتاق بشینی به این کار اشتباه فقط فکر کنی که حالا جلوتر در موردش صحبت میکنیم اما به حال رون هنوز قبول نکرده شاید لوپین قبول کرده هری تا حدی قبول کرده ولی رون قبول نکرده هی hey, مقاومت میکنه که سیریوس دیگه دلیل آخر رو براش میاره که این موشه یه انگوش نداره بعد سیریوس داستان اون شبو تعریف میکنه که چی شد پیتر فرار کرد تعریف میکنه که مثلا چجوری این دوئلی که اینا داشتن نیمچه دوئلی که اینا با هم داشتن به چه شکلی اتفاق افتاده و چی شده اون ماگلا مردن و بعدم که پیتر ورداشته انگشت خودش رو قطع کرده و تبدیل شده و فرار کرده و این چیزها رو تعریف میکنه سیریوس ولی روم بازم قبول نمیکنه روم میگه که نه از وقتی که این گربه اومده حال اسکابرز بد شده بعد دیگه این دفعه هری جوابشو میده میگه که اشتباه میکنی اسکابرز از قبلش هم حالش بد بود بله. و خب ما یادمونه دیگه اصلا این رفته بود اونجا که یه دارویی برای اسکبرز بگیره که همونجا زنه دیدش گفت که این چجوری این چند سالشه این موشد این چرا <laughs> چرا اینجوری اصلا رفته بودن رفته بودن دارو بگیرن که هرماینی کورکشنگس رو دید خریدش یعنی این اگه نرفته بودن دارو بگیرن احتمالا کورکشنگسی هم وجود البته فکر کنم هرماینی هم میخواست بره جغد بخره درسته آره, هم میخواست بره جغد بخره پشیمون میشه و کورکشنگس رو میخره بالاخره وقتی که هری هم دیگه این حرفو میزنه رون قبول میکنه بعد لوپین اسکبرز رو ازش میگیره با سیریوس اسکبرز رو وادار به تغییر شکل میکنن و بالاخره آقای پیتر پتیگرو ظاهر میشه یه مرد کوتاه قامت که وسط سرش تاس شده و پوست کدری داره خانم رولینگ کامل ظاهر پیتر رو برامون توصیف کرده ولی مهمترین خصوصیتش اینه که یه انگشت نداره دیگه یعنی این مشخص میکنه که این همون آدمه ولی میدونیم از بهترین توصیفی که از این بخش به تغییر شکل پیتر کرد بیشتر از همه از چیش خوشم اومد اینجایی که نوشته مثل مردهای فربه بود که تو مدت کوتاهی وزن کم کردن <applause> خیلی واقعا به نظرم یعنی اصلا یعنی تو یه جمله یه عالمه چیز رو توضیح میده از گذشته و سلامت این موجود حالا نبگیم موش میگه تا وضعیت روحیش تا وضعیت فعلیش تا وضعیت ظاهریش همه چیز رو توضیح میده به نظر من خیلی جمله قشنگیه <applause> سیریوس توی صحبتاش میگه که حتی یارهای قدیمی ولدمورت هم از دست پیتر ناراحتن چون پیتر ولدمورت رو فرستاده سراغ پاترا و بعد ولدمورت شکست خورده به خاطر همین را پیتر رو مسئول شکست اربابشون میدونن <applause> بح بح. این جمله خیلی مهمه چرا چون چرا؟ یک بار توی یکی از اپیزودهای همین سیزنمون این سوال رو مطرح کردیم که آیا مالفوی میدونسته که سیریوس جاسوس نیست و پیتر جاسوس واقعی بوده یا نمیدونسته <applause> و این الان اینجا خود سیریوس به وضوح داره جوابمون رو میده البته یه،, یه همچین بحثی هم تقریبا تو کلاب هاوسمون یک بار مطرح شد آره بعد در ادامهش هم تازه سیریوس میگه که پیتر از ترس مرگخارایی که تو آزکابان نیستن خودش رو مخفی کرده بله بطن بله. بله همین خانواده مالفوی دیگه بله و بعدش هم رفته تو خانواده ی... توی خانواده جادوگری که از اخبار مطلع باشه حالا این تحلیل ها رو که میکنه تقریبا پرای آدم میریزه آره یعنی ببین قشنگ وقت داشته دیگه نشسته قشن فکر کرده که این داره این چیکار کرده کل سناریویی که اتفاق افتاده رو واسه خودش تعریف کرده همه چی براش مشخصه با وجود اینکه ندیده دیگه یعنی الان تازه این پیتر اومده و پیتر نیست که اینو داره تعریف میکنه اینو سیریوس داره تعریف میکنه اتفاقا یه جمله خیلی خیلی مهمی که سیریوس اینجا میگه میگه تردیدی ندارم که اون لحظه ای که به ولدمورت گفتی میتونی پاترا رو بهشون تحویل بدی بهترین لحظه عمرت بوده آره قبلش هم شخصیتش رو قشنگ باز میکنه بله بهش میگه مثلا از قبل جاسوس بودی آره میگه تو ضعیف بودی تو همیشه دنبال آدمایی میگشتی که بتونن ازت حمایت کنن همیشه خودت زیر پروبال این و اون میگرفتی آره. همیشه به دوربر آدمای قوی میچسبیدی که اونو از تو محافظت بکنن بعدم یه نکته خیلی مهم و فاش میکنه میگه تو یک سال بود داشتی جاسوسی میکردی برای ولدمورت آره اینو چجوری فهمیده تو آسکابان اینا شک, شک داشتن دیگه اگه یادت باشه اون اپیزودی که توی پیش مادام روزمارتا بودن پفز و میگه دامبلدور شک داشت که مدتی یه نفر جاسوسی میکنه اینا تو محفل قرنوس شک داشتن که یه نفر داشته جاسوسی میکرده دیگه بعد این اتفاق که میفته خب شک الان اینجا شک سیریوس به یقین تبدیل شده که اون جاسوسه کیه دیگه بعد <متصفح> ذهنشون هم طرف این نمیرفته دیگه میگفتن مگه ولدمورت میاد سمت پیتر که بخواد اطلاعات از بگیره <متصفح> این اینا بچگی با هم بزرگ شده بودن یه اون با هم دیگه بودن سر کله هم دیگه میزدن شک نمیکنن به اینکه بخوام پیتر مثلا جاسوس باشه حالا دامبلور اگه شک میکرد یه بحث دیگه بود ولی این چهار نفر این سه نفر چرا باید شک میکردن به پیتر به پیتر نه خب همینجا میبینی که سیریوس در واقع به ریموس شک کرده بوده یعنی بله, بله. جزو یکی از کسایی بوده که بهشون شک داشته آره. بهشون مشکوک بوده دلیلش هم که مشخصه یک کم قبلتر صحبت کردیم دیگه چون گرگینه بوده بدبین بوده بش. ولی خب چیزه من اصلا کلا برام سواله که این با این شخصیتی که داره این پیتر اصلا این تو اکیپ اینا چیکار میکرده این ستا اصلا یه جور دیگه بودن حالا این خودش اومده خودشو چسبونده به این ستا ولی اون ستا چه جوری پذیرفتنش که این اومده تو اون حلقه نزدیک هم دیگه خب که برنامه این نبوده خب این اتفاقا یعنی قرار نبوده پیش بیاد که یعنی پیتر با این قصد و نیت شومی که وارد گروه اینا که نشده بوده دقیقا حالا یه دری به تخته خود و چهار نفر آدم با یه سری شباهت ها و تفاوت ها با هم دوست شدن خب همین من میگم اصلا این شباهتی نمینم بین این و اون ستای دیگه اون ستا آدم های دیه. شجاع و این آدم پخمه و اصلا نیفهم نویل و هری و هرمانی و رون مثلا الانشون خود نویل مالز زیاد شباهتی به بچه ها نداره و تو سال آیندهم خب بیشتر بهشون میشه ببین بذار من یه توضیح بدم الان من وارد یه جامعه میشم جامعه هاگوارتز درسته اینجا من میام خودم و زیر پرابال چهار تا آدم سه تا آدم شجاع شوخ و شنگ خوشمشرب فلان باهاشون خودم اخ میکنم خودمو باشون سازگار میکنم با هم هفت سال زندگی میکنیم اشغال میکنیم میزنیم میرخصیم چه میدونم کیفمونو میکنیم خب من هاگوارت سموم میشه وارد یه جامعه بزرگتر میشم آیا اون سه تا فرد شجاع توی یه جامعه محدود به هاگوارتس میتونن توی یه همچین جامعه بزرگی هم از من حمایت کنن یا از اینا آدمهای بزرگتری وجود داره وجود داره میرم سمت اونا اه. این اولش اومده وارد یه جامعه شده گفته خب حالا من میرم پیش این سه نفر با اینا اشغالمو میکنم بعد که دیگه درس تموم شده گفته خب دیگه اینو به دردم نمیخورن سیریوس میگه دیگه میگه تو هیچ وقت هیچ کاری ب... اگه به نفع خودت نباشه انجام نمیدی همیشه دنبال منافع خودتی دیگه اینم دنبال منافعش درست. رفته سمت مکخارا حالا اگرم سوالت این هستش که چه جوری از اول وارد گروه اینا شده چطور تونسته خودشو وارد این گروه بکنه و از طریق اونا مورد پذیرش قرار بگیره من یه کتابی میخوندم اتفاقا یه ماه پیش تقریبا که درست رسیدم به یه بخشش کتاب روانشناسی بود در با شخصیت بود در با ترهواره ها بود و تله های زندگی که وقتی که میخوندمش دقیقا اونجا شخصیت پیتر پتیگرو اومد تو ذهنم که چقدر این توصیف شبیه شخصیت این آدمه و میگفتش که این طور آدم ها دقیقا چیزی که توی همین توصیف هم داریم خودشون رو میرن به آدم های قدرتمند میچسبونن و ابزارشون چیه؟ ابزارشون تأیید و تملقه یعنی اون آدما رو اینقدر بهشون کردیت و اعتبار میدن و بزرگشون میکنن و یادآوری میکنن بهشون توانایی هاشون رو که از این طریق خودشون رو وارد اون تیم و اون گروه میکنن و میتونن ارتباطشون رو با اونا حفظ بکنن سیریوس و جیمز و حالا ریموس و حدی آدمای کله خری بودن، شیطون بودن، پسرای بازیگوشی بودن. شیطنت رو همینطوری که اگه هرماینی بود هیچ وقت تایید نمیکرد کاراشونو. خب ولی کسی مثل مهم. پیتر تایید میکرد تاییدشون میکرد اصلا لیلی هم لیلی هم همینطوری بود دیگه لیلی هم تایید نمیکرد آره بنابراین تونست راه خودش رو باز بکنه توی همچین جایی این بر من خیلی جالب بود یعنی دقیقا ت... توصیف حالا من شاید الان کامل توضیحش ندادم ولی توصیف این شخصیت رو که میخونم فقط پیتر پتیگرو میمد جلو ذهن من بعدم ج... اینا آدمای محبوبی بودن تو مدرسه دیگه مثل فرد و جورج آدمای محبوبی و بودن داشتن. آره, آره. ولی من میخوام تاکید کنم که واقعا دلیلی نداره دوستا شبیه هم باشن حتی حالا توی تو خود دنیای هری پاتر همین هرماینیش هم واقعا هیچ شباهتی به هریورون نداره همون شکلگیری دوستیشون هم حتی یه جورایی عجیب بود برای خودشون ولی بله توی دنیای واقعی خود آره. همینه دوستا واقعا نه شبیه همه نه الزامی هست شبیه هم باشن همشون آره. خب نه ببین هر کدومشون یه سودی برای اون جمع دارن دیگه یعنی که اون سودو نداشته باشن خب تو اون جمع نخواهند بود یا حداقل مثلا من یعنی پیتر یه جوریه که آدم احساس میکنه که اون ستای اکیپیان حالا اینم وسطشون هست خب دقیقا هم همینه خش یار اینا اومدن پیتر رو زیر پروبال خودشون گرفتن پیتر یه آدم خنگ پلشت بوده اینا گفتن حالا اینکه یه آدم چلمنی هست و باشه دیگه کنار ما هم هست ما تو دست بهش کمک میکنیم تو ف... فلان میکنیم بهمان میکنیم ام. دقیقا همینه چون الان جمله ای که میلاد فکر کنم از رو کتاب خوند و اون کلامش تو ترجمه نیمده که گفته لحظه که به ولومورد گفتی میتونی پاترارز بهشون تحویل بدی بهترین لحظه عمر رقت انگیزت بوده می ببین درباره زندگیش چه جوری داره باش حرف میزنه یعنی خب همچه پیش فرضی داشته دیگه ببین در واقع بذار من دوباره تو رو منتقلت کنم به اون خاطره مزخرف اسنیپ توی کتاب محفل قرنوز <applause> چون من تازه اونو خوندم من خیلی چیزاش یادمه <تصفيق> <تصفيق> توی اونجا اینا امتحان اینا امتحان نهایی دادن سوال امتحانشون این, این بوده که چه چند تا خاصیت گرگینه ها رو بگید پیتر نتونسته جواب بده درست بعد اونجا سیریوس بهش میگه آخه خاک تو سرت کنن تو حرم داری با یه گرگینه ول میگری تو هاگوارتس نتونستی جواب این سوالو بدی ببین انقد این بشر خنگ بوده واقعا <applause> خب گاوی بوده والا جدی دارم باست... من اصلا خیلی واسه خودم خیلی باحال بودش این اصلا دقیقا داره اینجا اتفاقا تو اون خاطره خود خانم رولینگ داره به کودن بودن این شخصیت هم یه جورایی اشاره میکنه دیگه تو فکر کنی چندین سال با یه گرگینه هر ماه ولگردی میکنی بعد سوال از گرگینه میادش مثلا مثل این میمونه من تو امتحان آدیشن بگیرم خشویار بعد تو هیچی نتونی جواب بدی <applause> هر هفته داری با آدیشن کار میکنی آره دیگه میدونم چی اینجا هرمانی سوال خوب میپرسه میپرسه که خب چرا پیتر کاری نکرده میتونسته یه حرکتی بزنه ولی دوازده سال بدون هیچ عکس عملی همطوری ادامه داده بانه. سیریوس دلیلش رو براش توضیح میده میگه که چون ولدمورت نبوده دلیل نداشته که جونش رو برای اون به خطر بندازه در حالی که دامبلدور بوده و خب این اینجوری کارش رو خراب میکرده دیگه همچین دلیلی رو اسنیپ هم توی فصل دوم کتاب شاهزاده دورگه برای نارسیسا و بلاتریکس میاره که قانعشون کنه که هنوز به ولدمورت وفاداره و چرا به هری آسیب نرسونده تا الان هم همینه دیگه اینکه میگفته که, می که نمیدونسته ولدمورت قرار برگرده فکر میکرده واقعا مرده و خب دامبلدور هم این اطرافه پس اعتماد دامبلدور رو هم نباید خراب کنه اسنیپو دارم میگم دیگه بله. این حرفی بود که اسنیپ به نارسیسا و بلاتریک زد بعد هرمانی یه سوال دیگه میپرسه اینکه سیریوس چجوری بدون جادوی سیاه فرار کرده از آزکاوان هرماینی با کمرویی گفت ام آقای بلک سیریوس بلک از اینکه هرماینی او را اینطور خطاب کرده بود جا خورد و طوری به هرماینی زل زد که انگار اینکه معدبانه با او صحبت کنند چیزی بود که مدتها پیش فراموش کرده بود میشه بپرسم اگه از جادوی سیاه استفاده نکردی پس چطوری چطوری از از فرار کردی پتیگرو بار با حرکت سرش حرف هرماینی را تایید کرد و نفسنان گفت آفرین دقیقا منم دقیقا همین ولی لوپین با نگاهش او را ساکت کرد بلک کمی به هرماینی اخم کرد ولی نه طوری که انگار از حرفش رنجیده باشد به نظر می رسید که به پاسخ این سوال فکر می کند به کندی گفت نمیدونم چطوری این کارو کردم به نظرم فقط به این خاطر عقلم رو از دست ندادم که میدونستم بیگناهم. این فکر شاد نبود برای همین دمنتورها نمیتونستن اونو ازم بیرون بکشن ولی این فکر منو عاقل نگه داشت و باعث شد یادم نره کی هستم کمکم کرد قدرتم رو حفظ کنم این طوری بود که وقتی وضعیت برام غیر قابل تحمل میشد میتونستن توی سلولم تغییر شکل بدم به شکل سگ در بیام آخه میدونی دمنتورها قدرت بینایی ندارن با گفتن این حرف آب دهانش را قورت داد. با حس کردن احساسات آدم ها به سمت اونا کشیده میشن. دمنتور ها میتونستن تشخیص بدن که وقتی سگم احساساتم کمتر کمتر از قبل انسانی و پیچیده است. ولی طبیعتا خیال میکردن منم مثل بقیه زندانی ها دارم عقلم رو از دست میدم. برای همین مشکوک نشدن. ولی ضعیف بودم. خیلی ضعیف بودم. و بدون چوب دستی هیچ امیدی نداشتم که بتونم اونها رو دفع کنم. ولی بعد پیتر رو توی اون عکس دیدم. خبردار شدم که توی هاگوارتز پیش هریه. خودش رو توی مناسب ترین موقعیت جا کرده بود تا اگه نشونه ای به گوشش رسید که جپه تاریکی قرار دوباره قدرت بگیره وارد عمل بشه. پتی گرو داشت با تکان سرش مخالفت میکرد و بی صدا با حرکت لبش چیزهایی میگفت. ولی تمام مدت به بلک خیره شده بود که گویی هیپنوتیزم شده. آماده بود که به محض مطمئن شدن از وجود متحدها زهرش رو بریزه که آخرین پاتر رو به اونها تحویل بده. اگه هری رو به اونا تحویل میداد کی جرأت می کرد بگه که پیتر به لورد ولدمورت خیانت کرده؟ با آغوش باز ازش استقبال میکردند. برای همین بود که باید یه کاری میکردم. من تنها کسی بودم که می پیتر هنوز زنده است. هری به یاد آورد که آقای ویزلی به خانم ویزلی چه گفته بود. نگهبان ها گفتن خیلی وقت بوده که بلک توی خواب با خودش حرف می زده. همیشه همین یه جمله رو میگفته. اون توی هاگوارتزه. انگار یکی آتیش توی سرم روشن کرده بود و دمنتورها نمیتونستن خاموشش کنن. احساس شادی نبود یه مشغله فکری بود ولی به هم قدرت داد ذهنم رو روشن کرد بنابراین یه شب که در سلولم رو باز کردن تا برام غذا بیارن به شکل سگ از کنارشون رد شدم اونقدر براشون سخت احساس حیبونات رو حس کنن که گیج شده بودن لاغر بودم خیلی لاغر بودم به قدری لاغر بودم که از بین میله ها رد می شدم به شکل سگ شنا کردم و خودم رو به خاک اصلی رسوندم. آزم شمار شدم و به شکل سگ یواشکی وارد محوطه یه شدم. از اون موقع تا حالا توی جنگل زندگی میکردم. البته به جز مواقعی که برای تماشای کویدیچ اومدم. مثل بابات عالی برفاز می کنی هری. به هری نگاه کرد و هری نگاهش رو از او بر نگرداند. بلک خسخس خس کنان گفت باور کن. باور کن. من هیچ وقت به جیمز و لیلی خیانت نکردم. ترجیمی دادم بمیرم ولی بهشون خیانت نکنم. و سرانجام هری حرف او را باور کرد. گلویش آنقدر گرفته بود که نمیتوانست چیزی بگوید و فقط سرش را به نشانه موافقت تکان داد. نه! پتیگرو طوری به زانو در آمده بود که گویی تکان سر هری حکم مرگ او بود. روی زانوهایش لخ لخ کنان جلو آمد و به خاک افتاد و دستهایش را طوری جلویش قلاب کرد که گویی دعا می کرد. سیریوس منم منم پیتر دوستت تو که با دوستت همچین کاری نمی کنی؟ بلک گفت ردام همینطوریش هم کسیفه تو نمیخواد با دستت کسیفترش کنی یه نکته خیلی مهمی که هست و متاسفانه همون اتفاق اپیزود قبلی و با سه من حداقل تکرار کرده که گفتم مفهوم درست نه منتقل نشه دیگه همچین بحثی توی اپیزود قبلیمون داشتیم که گفتم از چیزی که خانم اسلامی اینجا ترجمه کرده من مفهوم درستی نتونستم برداشت کنم و متاسفانه دوباره همینجا توی همین نقل که الان با صدای شادی شنیدید این اتفاق دوباره رخ داده و اونم اینه که توی این ترجمه خانم اسلامی یه جوری مفهوم رو داره منتقل میکنه و احتمالا چند تا جمله اشتباه هم داره اون اینه که من حداقل من اینطوری برداشت کردم که اینجا سیریوس داره میگه این تبدیل به سگ شدنش رو محدود به زمانی داره میکنه که فهمیده پیتر توی هاگوارتس و خودشو جمع جور کرده با توسط سگ شدن به وسیله سگ شدن تونسته فرار کنه از آزکابان در صورتی که توی متن اصلی به این شکل نیست دیگه توی متن اصلی سیریوس داره میگه که من تو طول این دوازه سال بارها خودم رو تغییر شکل دادم به شکل سگ در آوردم و چون احساسات من در قالب یک سگ خیلی ساده تر از احساسات یک انسان بود دیوانساس سازها یا همون دمنتورها سالها قبل فکر کرده بودن که سیریوس دیگه عقلش از دست داده و دیگه خیلی کاری به سیریوس نداشتن و این اتفاق به این وسیله افتاده که سیریوس میدونسته که بیگناهه این فکر شادی بخشی هم نبوده که دمنتورا بتونن از وجودش بکشن بیرون سالها این فکر میکرده بیگناهه این قوی نگهش و این سالها خودش رو به دفعات به شکل سگ در آورده که دیگه دمنتورها به این نتیجه رسیدن که این عقلش رو از دست داده چون احساساتش خیلی ساده تر از احساسات یک انسان شده بوده آره حالا سیریوس به این شکلی که میلاد گفت توضیح میده که چجوری فرار کرده بدون جادوی سیاه به قول هرماینی و میگه که بعدش از زندان اومدم بیرون آب و شنا کردم اومدم و بعدش هم اومدم توی محوطه هاگوارتس و تو جنگل بودم و اینا یه سر اومد پریوید درایف دیگه یه سر اومد هلا. درایو بعد اومد هاگوارتس ولی خب ببین الان صحبتی که اول همین اپیزودم کردیم در مورد اینکه این مثلا میدونسته که هری حالا کجاست و چجوریه و رون نزدیک بهش اینا خب این اصلا آدرس پریو درایو هم داشته یعنی میدونسته قشنگ هری کجا زندگی میکنه چه جوری چه جوری حالا ما از کجا میدونیم ما سیریوس بوده ای. تو فصل بعد میگه تو فصل بعد خود سیریوس میگه ولی خدای کجا میدونست آدرس پریو درایو خیلی چیزا رو میدونست این انگار مثلا باید در تماس می بوده با یه کسی توی این دوازده سال که اطلاعاتی رو از زندگی حریبش بده خیلی خیلی عجیبه یا 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 آها یا میشه بگیم که شب اتفاق همون هالوین 1981 که هگرید میاد ببره هری رو هگرید بهش میگه که دارم میبرمش تو فلانجا به خونه خالش که مثلا فلانجاست و درایو یه همچین چیزی میتونه باشه شاید آدرس اونجا رو داشته نداشته یعنی اصلا اطلاع نداشته که مثلا لیلی یه خواهر داره که خونهشون فلانجاست بعدم حد زده که خب این تنها خانواده خیلی که دارن شادی. گفت که اصلا تو متن کتاب اومده هگرید میگه نه نه میگم درست گفتی هگرید نمیگه کجا بردمش که آره نه یه دامبلدور به من گفته که ببرمش فلان جا پریو درایو اشاره میکنه نه دیگه آدرس که نمیده پریو درایو کوچه فلان خیابون شهید که فلان میبرم شهید درایو <laughs> توی فصل آخر که سیریوس نامه نمیشه برای هری گفته در امیدوارم منو ببخشی آخه اون شب وقتی خونه از خونه خالت بیرون اومدی از دیدن من وحشت کردی اون شب میخواستم قبل از رفتن به شمال یه نظر تو رو ببینم اما اگه اشتباه نکرده باشم تو دیدن من رو به فال نیک نگرفته بودی به فاج نیک گرفت بیشتر هری زیبا بود آفرین 10 points تو بعد هم که سیریوس موتورش رو میده هگرید پس احتمالا یه دیالوگی با هم داشتن که خب مثلا بعدا بیا موتور تو از جو بردارید به حال اینا با هم یه صحبتی کردن اونجا موتور سر کوچه پریمت رو میذارم زیر پادری آره ای وای خدا اینجا دیگه سیریوس برمیگرده که با هری صحبت کنه و این بار هری دیگه روش رو ازش بر نمیکردونه سیریوس بهش میگه که هری باور کن که من به لیلیو جیمز خیانت نکردم حاضر بودم بمیرم ولی این کارو نکنم و اینجاست که دیگه هری همه چیز رو قبول میکنه اینجا سیریوس موفق میشه قلب هری رو به دست بیاره و تبدیل بشه به خانوادهش از اینجاست که هری حس میکنه دوباره خانواده داره همه این صحبت ها و دلایل اومده بالاتر از حس تنفر قرار گرفته در واقع اینجا عشق تنفر رو شکست داد توی این اتفاقی که افتاد و کل این کتاب برای رسیدن به این لحظه نوشته شده بود خانم رولینگ تمام این جزئیات و اینطوری کنار هم گذاشته بود برای ما تعریف کرد تا بیاد عشق و بالاتر از تنفر و در واقع تعصب اونجوری که اسنپ داشت قرار بده البته من بیشتر دوست داشتم مثلا همین چیزی رو موقعی بگی که سیریوس از هری میخواد که باش زندگی کنه به نظر و به دید من اونجا قلب هریو به دست میاره و اونجاست که هری احساس میکنه خانواده داره اینجا مسئله براش حل میشه جواب معمار پیدا میکنه ارتباط عاطفی به نظرم اینجا شکل نگرفته اینجا صرفا مجاب میشه مجاب میشه که دلیل اینه ولی اون اون به قول تو اون کلیک عاطفیه منم موافقم دقیقا با امید همون جایی که ازش میخواد بیاد باش زندگی بکنه با میخوره آره اینجا قانع میشه فقط منم موافقم اینجا تا الان رأیش منفی بود ممتنه میشه بعدا مثبت میشه یعنی الان حس منفی شد. از بین میره آخه توی اون من فکر میکنم توی اون زمانی که حالا تو فصله جلوتر یه ذره زمان دارن که منتظر بشینن با هرماینی احتمال داره که این فکر از ذهنش رد شده باشه و با فکر کرده باشه به همچین چیزی که بعد از اینکه حالا اون دیالوگ رو با سیریوس دارن ممکنه اون لحظه عاطفی واسش رقم بخوره <متصفح> <متصفح> نه این،, این چیزی که تو گفتی مال بعد از حرفیه که سیریوس بهش میزنه نه قبلش میگم می دیگه آها آه ف... من فکر کردم قبلش دیگه. این آره. نه نه بعد باید. از اینکه زمان رو برگردوندن تو جنگل ممنوع منتظر هستن که وقتش آره. برسه اینجا وقتی که به اون لحظه می رسیم که هری اوکیو به سیریوس میده یعنی یه کلهی تکون میده که یعنی دیگه قبول کرد دیگه بله رو گفت آره <laughs> اینجا پیتر میفهمه که واقعا دیگه آخر راهه دیگه حکم مرگ پتیگرو اینجا انگار یه جورایی صادر میشه بعد لوپین و سیریوس از هم اصخایی میکنن که همدیگر رو جاسوس خطاب کرده بودن و حالا وقت کشتن پیتره چقدر لوپین اینجا قشنگ جواب پیتر رو میده؟ ببین جمله رو داری ببین مساق یک آدم یعنی دقیقا خانم رولینگ اینجا تعنه داره میزنه ها تم اون, اون یه نفر آدمی که تمام دنیا بهش بدبین هستن در واقع به بهترین شکل ممکن داره فکر میکنه ببین پیتر ام. اینجا میاد به ریموس میگه که تو که باور نمیکنی حرفای سیریوس اگه اونا نقششون عوض کرده بودن سیریوس به تو میگفت خب جواب لپین رو ببین اینجا بهش چیه میگه اون در صورت این موضوع رو به من میگفت که مطمئن باشه من جاسوس نیستم یعنی در آرامش کامل کاملا داره منطقی فکر میکنه و دقیقا با استدلال جواب میده اون یک نفری که تمام این جمع همیشه بهش بدبین بودن یعنی از وقتی که رازش رو فهمیدن اقل بهش بدبین بودن همیشه ولی بهترین و درستترین روش فکر کردن و همون یک نفر داره حالا غیر از لوپین هم پیتر شروع میکنه به دست و پای همهشون میفته به دست, بله. دست چارتای دیگه هم میفته و واقعا حجم حقارت پیتر رو اینجا به چشم میبینیم یعنی به چشم میخونیم در واقع عجیب و غریبه اصلا یه, یه شخصیت انقدر واقعا حقیر انقدر اصلا واقعا حالم بد میشه این تیکه ها رو میخونم این مدلی که این داره التماس میکنه یه جوری اصلا زر اگزاجره شده است یه جوری بدی اصلا بابا پای مرگ و زندگیش در دیگه, دیگه خشایار دیگه. دیگه خیلی داره از رو حقارت صحبت میکنه یعنی آدم حالش به هم میخوره اینه. باقی. شخصیتش اینه خشایار من اتفاقا فکر نمیکنم اگزاجره شده باشه شخصیتش اینه این برای منافع خودش دست به هر کاری میزنه اینجا هم پای منفعتش وسطه زنده موندنش داره دست به هر کاری میزنه هم. شخصیتش اینه بالاخره موفق میشه حالا ما کاری با تصمیم درست یا غلط بودن تصمیم هری نداریم ولی بالاخره موفق میشه دیگه این التماس ها این کاری که داره انجام میده بالاخره باعث میشه که زنده بمونه دیگه این اصلا آدم خورد میکنه که همیشه ای راه فراری پیدا میکنه دقیقا آره. اینجا من یه سوالی دارم حالا ما راجع به حقارت پیتر هم صحبت کردیم ولی الان من یه سوالی دارم یعنی زنم به خودش مشغول میخواستم از اون لیست سوال هایی که اول اپیزود واسه گفتم بپرسم <applause> اونم اینه که اینجایی که دیگه داره مطمئن میشه که الان میخوان بکشنش برای دوباره تبدیل به موش نمیشه فرار کنه فرایندیه که در بینش میشه کشتشی تغییرش بله با همین هم میکنه چون تو ادامه دیگه. نگاه کن تو ادامه همین جمله نگاه کن اونجایی که سیریوس و ریموس قبول میکنن که نکشنش ریموس میگه آه. با تناب که میخواد ببندتش سیریوس بهش میگه ببین ولی اگه بخوای تر... ب... به هری میگه اگه سعی کنه تغییر شکل بده میکشیمش و هری هم قبول میکنه آره آره یعنی یه فرایندیه که در طیش ممکنه بکشه کشش ب... بتونن بکشنش دیگه مثلا سیم ای نیست حداقل مثلا چهار پنج زانیه طول میکشه تو تصور فیلم تالار اسرار از پروفسور مگاناگل تو ذهنت دقیقا. خب؟ ولی همین اینجایی که داره توضیح میده که پیتر از شکل موش به انسان هم برمیگرده نگاه کن یه فرایندی آره داره طی میشه میگه اصلا انگار که فیلم سنگ جادو فیلم تا... سنگ جادو بله ببخشید من گفتم تالار اسرار میگه که عین فیلم رشد و نمای گیاهان هست که با سرعت تند پخش میشه اول سرش در اومد بعد بدنش فلان بهمان یعنی یه فرایند چند ثانیه ای هستش پس یه پروسه زمانداریه دیگه برای همینه که این امکان رو نداره اصلا همون سکانس اول فیلم سنگ جادورم ببین مگوناگل چجوری تبدیل میشه سایش رو نشون میده یا توی همین فیلم زندانی آسکابان هم اون تیکهی که سیروستر داره میره پایین اولش سگ دیگه وقتی که لپین میره گرگ میره با. در واقع سیریوس تبدیل میشه اونم مشخصه که یهو تبدیل نمیشه یه یه زمانی میبره تو اون سراشیبیه داره تبدیل میشه بازم توی فیلم ها به نظرم نسبت به چیزی که تو کتاب روایت میشه سرعتش بیشتره آره آره برای اینکه بیننده حوصله نداره ببینه دیگه آره ممکنه آره آره حالا هم زمانی سوال تغییر پرسیدم یه سوال دیگه هم ذهن به خودش مشغول اگه بپرسم داشتم فکر میکردم که سر صحنه وقوع جرم اونجایی که پیتر خودش رو تبدیل کرد و انگشتش رو کند و رفت و فاضلاب و فرار کرد سیریوس چرا موند چرا خودش این کار رو نکرد دو فرار کنه از تو جمع اون چرا این کار رو نکرد سال جالبیه به نظر من چرا فرار نکرد یا چرا دنبال پیتر نرفت نه چرا تغییر شکل نداد و فرار نکرد نمیتونست که پیتر رو دنبال بکنه چون پیتر رفت تو فاضلا اینکه این, این خودش رو تغییر شکل بده و فرار کنه از اون محلکه من تنها دلیلی که به ذهنم میرسه همون چیزیه که قبلا در موردش صحبت کردیم اینکه سیریوس دیگه چیزی واسه از دست دادن نداشته وا دادی یعنی یه آدم افسورده و آره یه آدم افسورده و ناامید بوده پیتر هم که فرار میکنه نمیتونه دیگه دنبالش بره اینم دیگه حالا به قول خشایا وا میده میگه دیگه هر چه با فاجم و صحنه رو توصیف کرده بود دیگه گفت که گروهی از کارگاه برجسته وزارت خونه احاطهشون کرده بوده اینم هست آره اون ریزه میزه بوده سری تونسته به پیچه به بازی آف. پس با این صحبتی که الان سر سرعت تغییر شکلم کردیم احتمالاً باز هم برای سیریوس یه بازی باخت دار بله. بوده اگر میخواست تبدیل میشده احتمالا فرصتشو نداشته که تبدیل به سگ به بشه دیگه نه یا حتی اصلا اگه فرصتش هم داشت تبدیل میشد توسط ممورین وزارت خونه حالا خود در قالب آره سگش دستگیر میشه فرصتشو نداشته تغ... تغییر نه تغییر شکل نداده دیگه دستگیر خب دوستان ببینین اینجا متوجه میشیم که اگر خواستین جانور نما بشین حیوانات کوچیک رو انتخاب کنید مثل موش و سوسک چون میتونید سوسک بله سوسک مثل خانم ریتا اسکیتر میتونید قشنگ به فعالیت های دیگهتون هم بپردازید ولی مثلا فرض کنید که تبدیل به یک گوزن میشین بعد میخواین برین تو تونل از زیر درخت میخواین برین تو تونل هی hey, شاخاتون گیر میکنه هی hey, بقیه فوشتون میدن میگن خب این ها... نمیتونستی تبدیل به آهو بشی اما تا لوپین و سیریوس میان پیتر رو بکشن هری جلوشون رو میگیره میگه تحویلش میدیم به دمنتورا چون این آدم واقعا لایق آزکابانه یا به قول دقیقا چیزی که توی کتاب گفته اگه یه نفر باشه که لایق آزکابان باشه اون این آدمه بله خیلی جالبه دیگه دوباره اینجا بحث اعدام رو داریم یا بحث حالا قصاص حالا نگم اعدام اینکه یک گناهکار رو باید مثلا قصاص بکنیم یا نه نظر هری اینه که نه باید مثلا حبس ابد بهش بدیم یا دمنتورا رو بفرستیم سراغش در ضمن دوستم نداره دوستاش دستشون به قتل آلوده بشه ولی خب اینو حالا قبلا هم صحبت کردیم یه بحثیه که کلا همه جا توی جهان و به خصوص تو چند سال اخیر تو توییترم توی توییتر توی توی فارسی خیلی مطرح شده اینکه آیا اصلا قصاص یا اعدام کار درستیه حتی برای کسی که گناهکاره نه حالا حکمای دیگر کار ندارم بحث خیلی بزرگیه دیگه حالا اینجا که بحث اعدام نیست ولی نکته که به نظر من جالبه اصلا شاید هم گاف کتاب باشه اینا همین الان راه حل نهایی فرار از آسکابان کامل توضیح دادن خب این دوباره میره اونجا با هم راه حل سیریوس خیلی راحت میتونه از شر این اتفاق راحت بشه بله ولی بله احیانا این در سبرتی میشه دیگه یه جوری به گوش مامورین از کبن میرسونن احتمالا که این باگشون رو بگیرن دیگه آره یعنی میتونیم اینو در نظر بگیریم که اینا دیگه اون اتفاق نهایی رو لو میدن دیگه یعنی به هر حال وزارت خونه اگه بفهمه که سیریوس بی گناه هم هستش یعنی قبول کنه که سیریوس بی هم هست دقیقا دنبال این سوال میگرده که سیریوس چه جوری فرار کرد از آزکابان دیگه به هر حال اون گاف امنیتیشونه دیگه اینا باید دنبال اون باگ امنیتیه بگردن که درستش کنن دیگه یعنی خب بعد سیریوس اینا رو بگه به اونا چه میدونم شاید سلولش رو یه تلس میروش اجرا کنن که این توش نتونه تغییر شکل بده آره یه کم هم بذارن کافیه آره وب وبکم هم, هم بذارم به قول تو کافیه یا از همون استریم لایو استریم هایی که توی جانوران فلان بود حالا همه جمع میشن و به سمت قله حرکت میکنن کروکشنگس هم خیلی خوشحال با دوم سربالا جلوتر از همه داره راه میره خیلی جالبه دیگه توی این چند فصل خانم رولینگ به بهترین نحو یه شخصیت منفی و ترسناک رو که تو کل کتاب خلق کرده بود به یکی از شخصیت های خوب داستان تبدیل کرد واقعا کار عجیبیه یعنی ورق کامل برگردوند تونست قشنگ ما رو توجیه کنه و خیلی تو همچین کاری خیلی استاد دیگه واقعا درود بهش من خودم به زرس قاطع میگم که شخصیت برترم تو این فرانچایز سیریس بلکه به شکل عجیبی دوستش دارم خیلی جاها اصلا نمیدونم دست خودم نیست میتونم درکش کنم میتونم مثل سیریوس فکر کنم نمیدونم چرا اصلا هیچ دلیلی هم براش پیدا نمیکنم ولی واقعا توی همین این کتاب این شخصیت واسه ای من از همون اول شد شخصیت برتر تر شخصیت اول و خیلی دوستش دارم واقعا ولی حالا پیرو اون بحثی که از این سیزن شروع کردیم میخوام این هفته به اسم پیتر پتیگورو و کلا ماجراش بپردازم اسم پیتر احتمال خیلی زیاد از پتروس یا همون پیتری که توی کتاب مقدس یا انجیل بایبل اومده گرفته شده که پیتر یکی از حواریون مسیح بود که صبح روز مصلوب شدن مسیح مسیحی بودنش رو انکار کرد اگرچه بعدا توبه کرد ولی احتمالا این خیانت هست دیگه بین مسیحی ها خیانتی که پیتر میکنه همچنین اسم پتیگورو میتونه از کلمه فرانسوی پتیت به معنی کوچیک و گروه انگلیسی گرفته شده باشه که گروه به معنی رشد کردنه و میتونه به این اشاره کنه که اون به عنوان یک موش توی رشد و بزرگ شدن ران در قالب حیوان خونگی نقش داشته پتی میتونه شکل مخدوش شده یه واژه کم اهمیت یا بی اهمیت باشه یا که واژه انگلیسیش پتی هستش که یعنی چیزی رو به عنوان کوچیک یا بی اهمیت شمردن باشه که نشون از عدم استعداد اون داره بعد کلمه اسکبرز رو داریم که دوباره به این شخصیت مرتبطه ممکنه کلمه اسکابرز از کلمه اسکاپ گرفته شده باشه که یک جور اون دلمه پوست هستش روی زخم بسته میشه اون خونی که روی زخم بسته میشه اون دلمه شدن خون آره اون دلمه شدن خون روی زخم رو بهش اسکاب میگن همچنین اسکاب یک لفظیه که خیلی جالب این موضوع واسه من توی جنبش کارگری که تو بریتانیا را میفته قبل از شکلگیری حزب کارگر بریتانیا کارگرهای که تحسن میکردن و اعتصاب میکردن سر کار نمیرفتن اون کارگرهایی که جایگزینشون میشدن یعنی طی تحسن کارگرها طی اعتصاب کارگرها یه سری کارگر خیانت میکردن میرفتن توی کارخونه ها کار میکردن بعد کارگرها به اونا میگفتن اسکبی درت لفظی بوده که براشون استفاده میکردن یعنی بهشون میگفتن موش اسکبی موش دلمه شده موش تقریبا میشه گفت یه جورایی موش خائن و این اسکبرز از این کلمه که گرفته شده خودش در نوع خودش جالبه یعنی یه ریشه ای در فرهنگ عامه معاصر بریتانیا داره این واژه اسکب یا همون اسکبرز گفتی پتروس فکر کردم انگشتش به پتروس فداکار رب داره آمی. حالا یعنی انگوشش اونجا جا گذاشته تو سوراخ جا گذاشته و اسکب همچنین یه لفظ آمیانه به معنای شخص هاریبل پرسن چی میشه؟ چجوری من اینو برش گردونم؟ یه شخص عوضی یه شخص اما انیمالی که میگی بیشتر آره، به عوضی یه امیده. انیمالی <applause> یه اسلنگ یه, ت... یه لفظ آمیانه برای یه انیمالیه که ما خودمون توی لوموس استفاده میکنیم یه هاریبل پرسن <applause> میشه که نشون دهنده اون ذات واقعی پیتر پتیگرو هم هستش و نکته بعدی اینجا تلسم فرولا رو پروفسور لوپین ازش استفاده میکنه برای باند پیچی کردن پای ران که فرولا به در لاتین به معنی چوب چوب بست یا میله هستش و به سرده ای از گیاهان متعلق به خانواده هویج ها اشاره داره سلفیوم یه گونه از همین گیاه هستش که اون هم به عنوان چاشنی استفاده می شده ولی منقرض شده توی روم باستان از ساقه این گیاه برای آتل بستن استفاده می شده احتمال داره که خود رومی ها هم یعنی کار آتل بندی و فرولا, رو فرولا هم نامگذاری کرده باشن احتمالا بعد هم این که فرینول یا رازیانه در انگلیسی باستان یکی از نه تلس بوده که بودپرستای انگل ساکسون ازش به عنوان افسونی برای درمان مسمومیت و عفونت استفاده می کردند این هم ریشه بودش که تلس یا افسون فرولا ازش اون یاد شده و تعریفش کردن موبیلی کورپوس هم این اپیزود داشتیم که خیلی واضحه موبیلی توی لاتین به معنای به تحرک در آوردن کورپوس هم که معنی بدن یا جسد داره توی لاتین و این خوب. دیگه موبیلی کورپوس مشخصه دیگه بدن رو به حرکت در آوردن میشه موبیلی و کورپوس موبیلی کورپوس خیلی هم عالی. مرسی ازت. حالا چند تا نکته کوتاه ترجمه‌ام هم بگم. دیگه اپیزود رو تمام کنیم یکی اینکه این که دومی صفحه فصل دوباره شاید این هستیم که بلک به سمت پروفسور سنایی بازدارنده شده دوستان بله و جلوترش هم یه جا نوشته که خیلی بر من عجیب بود که نوشته بود که همین که از اینجا بیرون بریم تنها کاری که باید بکنیم اینه که به دیوان سازا خبر بدم زیبا نیست در صورتی که تنها کاری که باید بکنم اینه که به دیوان سازا خبر بدم فعل اشتباهی تایپ یا ترجمه شده حالا بر صورت اینجا و زیادی گنده میدیده چند نفر فرض می کرد خودشه. می کرده خودشه گنده میکرده خانم <تصفح> 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 اونجایی هم که عکس خانواده ویزلی رو در میاره از تو جیبش همطور که اشاره کردم روزنامه نوشته شده توی ترجمه فارسی در صورتی که کاغذه ولی تو نسخه های چاپ جدید اصلاح شده و تبدیل شده به کاغذ دو تا نکته هم اون قسمتی که پیتر داره تغییر شکل میده وجود داره یکی اینکه نوشته درست مثل فیلم رشد و گیاهان بود که با دور بسیار تون مثلا به نمایش در میمد در صورتی که اینجا اشتباه ترجمه شده روش و نمو گیاهانی وجود نداره بلکه روش یک درخته یعنی تشبیه کرده به روش یک درخت نه رشد و نمو گیاهان مشخصا شبیه روش یک درخته که توصیف میکنه که اول کلش بوده بعدا یواش شاخه و چیز در برده مثل مثل شاخه در بردن دست و پا در برده تو این چند اپیزود اخیر هر جمله‌ای که میلاد بهش رفرنس میده اشکال ترجمه بند. داره متاسف البته خب اون این این اشکال ترجمه حرف منو نقض نمیکنه ولی خب آره به هر حال خدا رو شکر دست آره واقعا خدا رو شکر مثل اپیزود 17 نشدش که من یو کلا مغزم یاتاقان زد بله <applause> بلا فاصله پاراگراف بعدیش هم باز دوباره میبینیم مشکل ترجمه داریم اونجا که داره توصیفش میکنه در قالب انسان میگه که مرد کوتاه قامتی بود که به نظر میرسید از هریو و هرماینی بلندتر است این واقعا واسه خود من عجیب به رسید که بابا پیتر تو قالب موش بعد یه همچون آدمی که ما میشناختیم در صورتی که تو متن اصلی انگلیسی نوشته که به زحمت بلندتر از هری و هرماینی بود یعنی خب داره میگی واقعا طبیعتا اصلا کوتاه داره واقعا برعکس ترجمه شده به اندازه ها رو به حال اندازه عدد و رنگ بله اینا رو میتونید هر چیز دیگه جاش بذارید چاید یکیش درست در <تص> درسته اتفاقا به خاطر این دلت نشکنه خشایر نکته آخرم هم نکته عددیه ولی این مه دیگه مه به خانوم اسلامی مرتبط نمیشه به چاپ فکر میکنم کتاب ها تو دوره های اولیه کتاب های اصلی برمیگرده چون من از روی متن انگلیسی کتاب اسکولاستیک خوندم و اونجایی که نوشته الان بهت میگم چرا برای اینکه تو هیچ وقت برای هیچ کسی کاری نمیکردی مگه اینکه واسه خودت منفعتی داشته باشه جمله بعدیش میگه ولدمورت دوازده ساله که ناپدید شد ولی توی متن اصلی کتاب نوشته ولدمورت 15 ساله که ناپدید شده که من فکر میکنم این دقیقا جز همون نکاتی هستش که احتمالا توی چاپ های بعدی اصلاح شده این یه سری از نکاتی بود که من باش پرخورد کردم باقی نکات رو میتونید تو نکات ترجمه که امید زحمت کشیده در برده از تو سایت بخونید و قطعا جالبی هستش که یکیش هم از همون جذاب تریناش این بودش که این گرگینه رو من میکشم میارم واقعا که نمیدونم سبحانه. چرا باید هزب بشه بله مثل همیشه فردای پخش این اپیزود یعنی یک شنبه شش شهریور ساعت هشت شب توی اپلیکیشن کلاب هاوس میایم و در مورد یه موضوع هری پاتری با هم صحبت میکنیم این هفته میخوایم در مورد قارتگران یا به قول خودمون نابکاران صحبت کنیم که میشه گروه دوستی جیمز پاتر میتونیم بیاین نظرتون رو با ما به اشتراک بذاریم و در هر مورد هری پاتری که خواستین با همدیگه توی اپلیکیشن کلاب هاوس صحبت کنیم رضا کلش یک کست باکس کامنت گذاشته نوشته سلام مثل همیشه عالی ولی یه انتقاد دارم دیگه هر چیزی افراط و تفرید خوب نیست من خیلی از ایرادات ترجمه که میگین و قبول دارم اما این بار که اسمها رو گفتید به نظرم افتادن از اون سر بامه شاخکی و نرم پا و غیره به نظرم همون اسامی داخل کتاب زیباتره بازم مرسی مرسی از نظر رضا ولی ما نظر تو قبول نداره پانیسام یه کامنت دیگه گذاشته نوشته راستی 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 خودش ستا راستی امروز داشتم هری پاتر رو سنگ جادو رو میدیدم یهو دیدم که اولش نوشته دمنتور انقدر زخ کردم که اسم فیلم یادم رفت فکر کردم دارم زندانی آسکابان میشنوم منتظر صدای شادی بودم آه. مرسی چشمم قلبی خب این هفتم توی یوتیوب اپیزود تمام تصویری داشتیم با تشکر از میلاد که کلی زحمت کشید برای این اپیزود میسو اس نوشته مهمانتون بسیار دوست داشتنی و منطقی بودند و بسیار موجز و بجا صحبت کردند از سهر عزیز متشکریم یک اسلیترینی منطقی دوست داشتنی <تصفح> از طرف یک ریون کلایی توصیف زیبایی بود <تصفح> بله محمد حسن برای نوشته فقط لوموشیون میتونن از یه فصل به این کوتاهی دو ساعت و نیم محتوای مفید بسازند دمتون گرم تشکر می‌کنم. بله واقعا از یک فصل خیلی کوتاه یک اپیزود خیلی بلند ساختیم خودمونم در عجبیم مگه نمیدونی لوموش هم اشاره به چیه مشکل از خودتونه که کلاپاس هاست بله ما توضیح نمیدیم بله. اشاره به چیه <تصفح> بله ریپلیش فعاله میتونید بگید دوباره گوش کنید <تصفح> و کامنت آخرم بخونم از آرمین مهدی بهشت که گفته اگه لوپین واقعیت رو میگفت دامبلدور تغییر رفتار نمیداد من احساس میکنم دامبلدور میدونست فکر کنم یادم میاد که میدونست نمیدونم ولی از کجا یا دست کم میدونست که سیریوس بیگناهه داملور هیچ وقت با شیطنت ها و قانون شکنی ها مشکل نداشته خودش هم کم شیطون و قانون شکن نیست حالا داملور که نمیدونست ولی قانون شکن و شیطون هست فقط با جمله آخرت موافقم آرمین جان منبعی که برای این داریم که داملور نمیدونست اینه که توی فصل 21 داملور خودش سراحتا میگه که بر علیه سیریوس شهادت داده یعنی شهادت داده که سیریوس رازدار خونه پاترها بوده اتفاقا یکی از صحبته که خیلی شده بود تو همین چند روز بعد از پخش اپیزودمون این بود که میگفتن سیریوس بدون دادگاه محکوم شده بله بله که حالا با توجه این حرفی که دامبلدور زده مشخصه که دادگاه داشتن و دامبلدور هم شهادت داده دیگه خب بریم سراغ توییتر هفته پیش ازتون خواسته بودیم برامون توییت یا کوت بزنید و بگید که آیا به نظر شما سیاست رفتاری لوپین در قبال گفتن حقیقت به دامبلدور کار درستی بوده یا نه اولین توییتی که میخوام بخونم از مرزی صادقی عزیزه که برامون گفته آدم ها بر اساس نیازهاشون رفتار میکنن دوپین تو کودکی نیاز داشت دوست صمیمی داشته باشه پس همه ای عمر انیماگوس بودن دوستاشو پنهون کرد دوپین در جوانی و بعد از بدنامی سیریوس محو شده بود با اعتماد دامبلور دوباره هویت اجتماعی پیدا کرده بود نمیتونه صرف بزنه چون از تنهایی میترسید البته من پیرو این توییت یه چیزی رو یادآوری کنم اینکه مزی عزیز تو کلاب هاست هفته ای که گذشت یعنی یک شنبه قبل حضور پیدا کرد که اون موضوع اون کلاب هاست هم تقریبا نزدیک به همین سوال توییت هفتمون بود و در رابطه با همین توییتش خیلی بیشتر توضیح داد و صحبت کرد همونطور که امید گفت ریپلیش فعاله میتونیم برین گوش کنین کلا اون کلاب هاست بحث جالبی داشتش بحثای جالبی هم شد که از همتون دعوت میکنم برید گوش کنید کورالین گفته که به نظر من لوپین بعد سالها هنوز گیج اتفاقاتیه که افتاده هنوز هم تو عوام معلقه از یه طرف دو تا دوستش از داده از یه طرف یه دوست دیگهش متهم به کشتن اون دوتاست فکر کردم به گذشته که با هم تهی کردن و اتفاقات بعدش آدم رو دچار نشخار فکری میکنه که نه تمومی داره و نه نتیجه قطعی خیلی جالب بودش موافقم باد کاملا پاتونوس هم گفته لوپین کار درست رو انجام داد بالاخره عمری با سیریوس زندگی کرده بود و اونو میشناخت و ته قلبش میدونست که سیریوس قاتل نیست خلاصه توییت خیلی بوده این هفته مرسی از همگی ببخشید فرصت کمه و نمیتونیم همه رو بخونیم ولی همه توییتاتون ریتویت میشه توی پیج توییتر مرکز دنیای جادوگری و اونجا هست و ما هم سپاس گذاریم که لطف میکنید و برامون توییت میزنید حالا این هفته ازتون میخوایم که برامون توییت یا کوت بزنید و بگید که به نظر شما آیا اسنیپ حق داشت چنین رفتاری رو با ریموس و سیریوس داشته باشه این سوال پیرو بحثی هستش که اول همین اپیزود ما چهار نفر با هم دیگه داشتیم و خوشحال میشیم که نظر شما هم در رابطه با این موضوع بدونید لطفا توییتاتون رو با هشتگ بالوموس بزنید که ما هم راحت‌تر بتونیم پیداشون کنیم مرسی خب بریم سراغ پشتیبانی های هفته از هفته پیش تا الان سپ سپ نازنین رضا آرمین تی این. سپید نجمه همکشی که مادام پامفری هریت لنی پاتر و سهر از همون پشتیبانی مالی کردن سپس سپ سپ برامون نوشته لوموس نوری تو اوج تاریخی از کلاس سوم دبستان تا الان که 31 سالمه با هری پاتر زندگی میکنم از دمنتور گرفته تا الان لوموس همه چیز هری پاتر رو دنبال کردم و تو این هفته که کرونا گرفتم برای بار و دوم باز هم به شدت لوموس نوری بود که مسیرم رو روشن کرد امیدوارم پرقدرت با نور کامل به مسیرتون ادامه بدید ما هم پشتتونیم ناسنین برامون نوشته اخیرا یکی از دوستای پاتر و با لوموس آشنا کردم و به تب از کار زندگی افتاده شیرین سادات از همین تریبون بهت سلام میکنم رسیدی به این اپیزود بشنوی بوس به همتون امین نوشه نوشته چقدر خوبید شما میلاد با اون تیکه باحالو باحال و به موقع شادی پر انرژی و خوشخنده خشایر دوست داشتنی عشق فوتبال و امید پدرخوانده دنیای جادوی ما ایرانی ها بمونید برامون سپید برامون نوشته در صلح باشید رفقا نجمه برامون نوشته بدون شهر همکشی که مادام پامفری نوشته سلام من در آستانه سی سالگی هستم و روزانه هشتاد دقیقه رفت آمد دارم تا درمانگاه و بیمارستان و سرگرمیم شده گوش دادن به شما اول هر فصل رو صوتی گوش میدم و با ذوق و شوق میام سراغ اپیزود شما خواستم بگم فوق العاده هستید و دمتون گرم امیدوارم بتونید با همین فرمون پر انرژی ادامه بدید خیلی ممنون همکشی که مادام پامفری فکر میکنم که پزشک باشی امروز که ما داریم اپیزود رو زفت میکنیم روز پزشکه این روز رو هم به تو و همه شنونده های پزشکمون تبریک میگم هریت لنی پاتر یه کامنت خیلی خیلی بلند برامون گذاشته که اولش رو میخونم و بعد خلاصش رو بهتون میگم گفته که سلام زندانی آسکابان برای من شده نماد شروع نماد زندگی نماد امید و خوندن کتاب هری پاتر رو با, زندان، با زندانی آسکابان شروع کرده الانم که شنیدن لوموس رو با زندانی آسکابان شروع کرده و خیلی خوشحاله که به جمع ما پیوسته ما خیلی خوشحالیم که همراهمون شد امیدواریم که همراهمون هم بمونی سحر هم برامون نوشه فوق العاده اید مرسی از هفته پیش تا حالا سارا فرد آیلار ارجمندی و نقمه شه هم با زدن دکمه سوپر ما رو خوشحال کردن از طریق یوتیوب شما هم اگر که خارج از ایران زندگی میکنید میتونید از این طریق ما رو خوشحال بکنید من میدونم تموم شده ببخشید عذرخواهی میکنم میدونم که این بخش هم شده ولی همین الان یه کامنت اومد و من میخوام بخونمش ببخشید متاسفم که اینجوری شد ولی همین الان داغ داغ یعنی داره دود میکنه هنوز <applause> به خبری که همکنون به دستش رسید دقیقا, دقیقاً. دقیقاً. <applause> خبری که همکنون اتاق فلان در دست من گذاشت توجه نمایید اشجا یا اشجا امیدوارم درست خونده باشم توی سایت برمون نوشته سلام به نظر من بیده بزن خیلی اسم جالبیه برای درخت ها کتک زن چون بیدیه که میزنه ولی فکر نکنم عقل داشته باشه که با قصد بد بزنه که بگیم این حرکتش تنبیهیه و کتک میزنه بلکه فقط میزنه به خاطر همین به نظرم انتخاب بهتریه مرسی خیلی جالب بود و چون همین الان هم اومده بود ما تالا کامنت داغ نداشتیم توی این چندین اپیزود لوموس گفتم این داغ داغ همین الان بخونیمش خب اینم از نوزدهمین فصل کتاب زندانی آسکابان ممنون که تا الان همراهمون بودین و ممنونیم از حسین غریبی و علی خانی همچنین از اسپانسرمون فلایتیو هم خیلی ممنونیم میتونید توی آخر هفته پیش رو فصل بیستم کتابو که فصل خیلی کوتاهی هم هست بخونید تا شنبه بعدی با هم در موردش صحبت کنیم اگرم که دوست داشته دو باشید میتونید از طریق لینکی که توی توضیحات این اپیزود هست از ما حمایت کنید غیر از این هم یه لینک توی توضیحات این اپیزود هست که مربوط به نظرسنجیه که برای آخر سیزن سوم پادکستمون هست و اگر که شرکت نکردید تا الان واقعا ممنون میشیم که شرکت کنید چون خیلی بهمون کمک میکنه تا بتونیم برای فصلهای بعدی بهتر برنامه ریزی کنیم مرسی خسته نباشید بچا خسته نباشین خدا نگهدار نگو نگو نمیام مرسی که باهامون بودین همینو میذارم ممنون میشم مرسی که باهامون بودین و تا الان به صدامون گوش کنین تا هفته دیگه خدافظ خسته نباشید تا بعد Knox.